بازی ارتش سری بازی استبدالی نقش مخفیه که با 10 بازیکن شروع میشه. از این 10 تا 3 تاشون جزء گشتاپوهای بازی هن، یا همون ساید منفی، یعنی کسلر، راینهارت و گشتاپو. 5 نفرشون هم پارتیزانن و جزء ساید مثبت بازی، یعنی کرتیس، دوتا مامور نجات، دکتر پاسکال و خلبان. دوتا بازیکنی که میمونن مشتریای بازی هن که تو شروع بازی سایدی ندارن و بی‌طرفن. تو این بازی 7 تا اسلحه داریم که 3 تاش دست گشتاپوهای بازی، 3 تاش هم دست پارتیزانی. یه دونه اسلحه ای هم که میمونه دست صاحب کافه یا همون گرداننده است. حالا ببینیم هر نقشی چه قابلیتی داره. بیایم سراغ گشتاپو. اول از همه رئیس گشتاپوها کسلر. کسلر نقش خیلی جذابیه چون میتونه تو گفتگوهای خصوصی دروغ بگه و یه جلیقه نجات هم داره. کسلر یاراشو نمیبینه ولی یاراش یعنی راینهارت و گشتاپو اونو میبینه. راینهارت بازی اون تو وضعیت اضطراری چشماشو باز میکنه و اگه بتونه نقشه یکی از بازیکنها رو بگردونه اعلام کنه، اون بازیکن از بازی خارج میشه. و گشتاپوی ساده بازی که قابلیت خاصی نداره ولی مثل بقیه گشتاپوها مسلحه. تو پارتیزانا فرماندهشون کرتیسه. کرتیس نقش کلیدیه به خاطر اینکه 3 تا از نقشهای اصلی بازی رو با هم میبینه، یعنی دکتر، خلبان و کسلر، ولی خب از هویت هیچ کدومشون باخبر نیست و در طول بازی باید تشخیص بده که هر نقش برای کدوم بازیکن. دو مامور نجات قابلیت خاصی ندارن ولی اسلحه دارن. دکتر پاسکال میتونه تو کل بازی 2 نفر از شلیک نجات بده. و خلبان بازی که تقریبا بازی حول محور اون میچرخه چون همه اونو زنده میخوان، باید مواظب باشه هویتش فاش نشه. خلبان هم مثل کسلر جلیقه نجات داره و تو گفتگوهای خصوصی میتونه دروغ بگه. در ضمن خلبان اسلحه نداره ولی میتونه فقط از ساید مثبت بازی اسلحه بگیره. تو ارتش سری 2 تا وضعیت اصلی داریم: وضعیت عادی، وضعیت اضطراری. وضعیت عادی بازی هر کسی تو نوبتش صحبت میکنه و اگه دلش خواست یکی از این دوتا کار رو انجام میده. از توکن گفتگوی 0900ش استفاده میکنه و یکی رو به گفتگو دعوت میکنه. تو گفتگوی خصوصی کسی که دعوت میشه باید صادقانه سایدشو بگی، البته به غیر از کسلر و خلبان. اتفاق مهم دیگه که تو گفتگوی خصوصی رقم میخوره اینه که شما میتونین اسلحه رد و بدل کنید، همون اسلحه‌ای که دست گرداننده است. یعنی اگه مشتریای بازی با یکی از نقشه‌های اسلحه دار به گفتگو برن، نقشه اسلحه دار میتونن اسلحه گرداننده رو به اون مشتری بدن و اونو به ساید خودشون دعوت کنن، چه گشتاپو چه پارتیزان. دومین کاری که میتونید تو نوبتتون انجام بدین شلیک کردنه، البته اگه اسلحه داشته باشین. تو روز روشن جلوی چشم همه به یک نفر شلیک میکنین. به محض اینکه تیر زده بشه وارد وضعیت اضطراری میشین و همه چشماشون رو میبندن. دکتر بازی تصمیم میگیره اون شخصی که به شلیک شده تو بازی بمونه یا از بازی خارج شه. فارغ از تصمیم دکتر، اون شخص فرصت داره دکتر رو درست حدس بزنه. اگه این کارو بکنه تو بازی میمونه و از تعداد سیوای دکتر کم میشه. وضعیت اضطراری. اگه توی دور بازی هیچکس شلیکی انجام نده، در انتهای دور به وضعیت اضطراری میره. تو این وضعیت رای گیری با چشمای بسته انجام میشه. اگر بازیکنی نصف یا بیشتر رای بیاره از بازی خارج میشه. هر دو نفری هم که از بازی خارج میشن، گرداننده موظفه بدون هیچ ترتیبی ساید اونا رو اعلام کنه. هدف کلی بازیکن‌ها تو ارتش سری اینه که ساید مخالفشون رو از بین ببرن و خلبان رو زنده از کافه خارج کنن. پارتیزان ها میخوان خلبان رو نجات بدن، گشتاپو ها میخوان خلبان رو دستگیر کنن. در این حال باید تلاش کنن مشتری ها رو به ساید خودشون دعوت کنن و تعدادشون رو بیشتر کنن. بازی تو دو حالت تموم میشه: یک، خلبان کشته بشه، که در این صورت سایدی که خلبان رو کشته بازنده بازیه. فراموش نکنید که خلبان یه جلیقه نجات داره. دو، تمام تیرای بازی زده بشه و رای گیری انجام بشه. میرسیم به سرشماری. تعداد هر سایدی بیشتر باشه برنده بازیه. اگر هم مساوی شدن، گشتاپا بازی بردن. بازی ارتش سری یک بازی استدلالی استنتاجی گروهی است. این بازی جذاب فکری کاملا ایرانی است، اما مثل اغلب بازی های نقش مخفی یک داستان فرضی دارد. داستان و جهان فرضی بازی ارتش سری برگرفته از سریالی پرطرفدار به همین نام است که مربوط به وقایع جنگ جهانی دوم می شود. نبردی بین پارتیزان ها و ارتش آلمان نازی برای نجات خلبان ها. همه نقش ها در این بازی تصادفی تقسیم می شود. هر نوع تشابه نام و تصویر اتفاقی است. Thank you.
کافه کاندید، بلژیک، 1945. چرا میخندی پس؟ التماس میکنه ازت. Mesdames et messieurs, bienvenue au café candidat, bien que je ne peux vous inviter. من کافه کاندید. خوش اومدید به کافه. حالا آقایون خوش اومدین به کافه کاندید. من فرانسوی بلدی. من اونم لوری بلدی. Monsieur Albert, زبان لوری و فرانسوی نزدیک بودن. مدام Soyez silencieux s'il vous plaît. خودتو جمع کن. یه همچین چیزایی. Les sorties du café pour acheter du sucre et du lait et du café. Mais il n'est pas encore rentré. C'est درست. Il y a eu des bombardements hier soir donc les téléphones ils ne marchent pas. منطقیه تا اینجاش منطقیه. Si vous voudriez rester ici, vous devez سیب. Jouer selon mes règles monsieur. سیب selon mes règles. احترام به امامزاده دست متولی. الان اینو گفت. Il est interdit de marcher, de fumer, de tuer, de parler. Une autre option que vous avez est de sortir du café. Merci à vous. Merci à toi. سلام 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 سلام. وای ایرانی. سلام آلبرت کجایی؟ چطوری؟ C'était impressionnant. ما رو سپردی دست النا. فرمی لپوخ سیل بوپله. ببخشید من باید میرفتم قهوه و شیر و شکر میخریدم برای کافه. معذرت میخوام. روح سوم. رقابت سوم. خانم و آقایون، اینجا کافه کاندید بلژیک 1945، قسمت سوم از بازی دور مقدماتی شما ارتش سری است و بازی خیلی مهمه، چون تعیین کننده است برای انتخاب بازیکنان برتر برای حضور در فینال. پس توقع دارم ازتون که تبرا رو غلاف کنید، رنده ها رو درارید، با اونا بیشتر کار دارید. سر صحبت کی میخواد باشه؟ اول سر صحبت تو تکلیفش معلوم کنیم. جانشین آقای تشکر. آقای محمد لومان. آفرین. میخوام که به انتخاب خودتون کارت ها رو بدم بهتون. چهارمین کارت مال من. کارت اول. شیش رو بذار واسه من. کارت اول. سه برای من. هفت مال من. اتفاقا یعنی که سه برای من یک مال شد. خوبه؟ پا چرا علاقی گول میزنی انتخاب؟ متاسفانه دیکتاتوری بلژیک دیگه. آقای نبویان گفتین کارت یه خیلی هم منو نگاه کردین. نمیدونم این چی توشه. منم نمیدونم چی. منتظر بودیم من بگم. شیش. من دست کارت هم نزنیم. نه شیشت برای من یه معنی داره که خوشم نمیاد ازش. همینو میدم. نه هرچه خود آقای نبویان گشتاپوه. آقای قاسم خان شما پرسپولیسی دیگه نه؟ اصلا چهار رو میدم به شما که دلم خنکشه. خوبه؟ بزنمش با تیر؟ بعدی من؟ بعد شما؟ عدد به نظرم از سیبیلت پیداست آدم صادق. متفکر هشت هم همینو میدم. همون رو بده. بچه لجوجیه. خیلی چه؟ بدیم من بری میدیم. خیلی ممنون. آقای قاعدی. چقدر سلام. یه دونه بیشتر نمونده. چند رو میخواستیم؟ هچ. چند رو به کی داده بودم وردارم بدم به آقای قاعدی؟ چند رو به کی داده؟ چند میخواستیم شما؟ هچ من داده بودیم. میخواییم من باید من به قلبم داره با مصرم. رفعی خدمه. آماده میشیم برای شروع بازی. اعلام وضعیت استراری. لطفاً همگی ماسکا رو بذارید. نفر اول مهراب قاسمخانی عزیز، لطفاً فقط من و شما نقشتون رو ببینید. عبدالله روای عزیز، من و شما لطفاً فقط نقشتون. حسین مهری عزیز، فقط من و شما نقشتون.
سرکار خانم ترماسبی، لطفا من شما فقط نقشتون رو سپاسگزارم اعلام وضعیت عادی. میدونید که سر صحبت آقای لقمانیان هستم، بفرمایید. خب سلام، من محمد لقمانیان هستم، لقمه بازی و کاملا لقمه حلال. میخوام تارگت بزنم، به 3 تا خانوم تارگت میزنم. میگن وقتی که 2 تا خانوم کنار هم باشن دیگه خیلی جذاب میشه، علاوه بر گفتگویی با هم یه دنیا حرف دارن، برای یه 3 تا باشه دیگه خیلی. من به 3 تا خانوم محترم این بازی تارگت میزنم و امیدوارم که بازی خوبی داشته باشی. مرسی. آقای مهری، همیشه 3 تا خانومات سریع میز میشین. چیزی بود نمیدونم، خواستی تارگت کیلویی بزنی که مثلا یه تارگتی زده باشه سر خط باشی. خودت یه مقدار برای من چیز شدش، یه مقدار مشکوک شدم. سر صحبته، فعلا بقیه صحبت کنن تا اول دوره بعد معرفی. سپاس بسیار خانم تماسبی. سلام، مثل هفته پیش جملاتی نمیگم که دوچار اشتباه بشین، ولی دوست دارم که با پارتیزان ها بازی بکنم. پارتیزان بازی هستم. آقای لقمانیان، همونقدری که 3 تا خانوم حرفاشون شاید جذاب باشه، همونقدر قدرت 3 تا خانوم خیلی میتونه زیاد باشه. پس حواستون باشه که تارگت به کی میزنی. متشکرم. سلام، خوشحالم که یه هفته دیگه و یه بازی دیگه در خدمتتون هستم. آقای لقمانیان، اصلا نمیخوام الان تارگت بک کنم، نمیخوام موزه بگیرم. ایشون گفتن کیلویی، قبل اینکه بگم من خواستم بگم آدم فله‌ای که تارگت نمیزنه. مثلا 3 تا خانم اونجا نشستن، میخوام تارگت بزنم به 3 تا خانوما. برای اینکه بازی بچرخه آدم یه ذره حداقل پخشتر تارگت میزنه. من الان به شما تارگت نمیزنم، من میخوام تارگت بزنم به آقای پژمان بازقی و میثاق جمشیدی و روی نگاه آقای شهرام قائدی هم یه تغییراتی دارم میبینم نسبت به بازی قبل. متشکرم. ببینید آقای لقمانیان، من خیلی دلم میخواست نفر دوم بازی بودم، راجع به شما صحبت میکردم. فیلینگی تارگت میزنین که روز بعد اگر چش باز کردیم با یارتون بتونید راحت دندقه بگیرید، ولی فعلا کارتون ندارم چون خیلی دارین پوش میشین به سمت بیرون. آقای قائدی، شما برای من بدون هیچ فکتی، شما برای من گشتاپوی بازی و آقای روای عزیز برای من گشتاپوی بازی. سپاسگزارم. من 2 هفته قبل همش گشتاپو بودم، این دفعه لباسرم دارم، لطفاً روتون تاثیر نذاره. واقعا اینو اون پشت تنم کردن. نجاتم و واقعا الان هیچ تارگتی ندارم، حتی اونم فکر کردم میخواد یه بامزه بازی الکی در بیاره، وگرنه بی خودی چیزی گفت. الان ندارم چیزی. سپاسگزارم آقای قائدی. مخلصیم. شهرام قائدی هم، خیلی خوشحالم باهاتون بازی میکنم. من موافقم که محمد خاصی خوشمزگی بکنه تا بازی بچرخه. نسبت به حسین فعلا هیچ فکتی ندارم. واقعا نسبت به شما 3 تا میچینم. در مورد نگاه هم نمیدونم، شاید حالا یه چیزی دیدین و من که سفید بازیم، این برام چون چیزی ندیدم و چیزی نشنیدم نمیتونم تارگتی بزنم. ببینیم چی میشه. متشکرم. میثاق جمشیدی هم، یه هفته دیگه لذت بخش. 2 هفته قبلی رو که خیلی خوب رفتیم. من میخواستم این هفته بگم که کسی با خانم تماسبی کار داشته باشه با من طرف چه، هفته پیش زود لو رفت، ولی همش یه چیزایی میگی که آدم نمیتونه باهات کار نشه. 3 تا خانم کنار هم قدرتمندن، من رو به این شک میندازه که شاید چیزی احساس کردی از اطرافت یا چیزی شبیه این. فقط به شما میتونم تارگت بزنم. من سلام عرض میکنم. همینو که میثاق گفت، فقط حیف که قبل من بود اون گفت.
سپاسگزارم. خودتو معرفی نکردی، ما نمیدونیم کی. سلام، من پژمان، من نیو فولدر یک هستم. خودتون رینیم کنید. ببخشید خواهش میکنم. زیاده عرضم به حضور شما که من برخلاف شما دو تا بزرگوار که فکر میکنید که آقای لقمانیان عزیز صرفا خواسته که یک خوشمزه بازی در بیاره، بیشتر با حرف خانم مؤمن موافقم که به هر حال یه تارگتی زدن که اگر چش باز کردن و دیدن که از همگوریاشون هستن، خیلی در واقع اون خوشمزه بازی در بیاد. میدونید چی میگم؟ من فکر میکنم که تارگت من خود شما هستید، به این دلیل که خیلی پخش تارگت نزدید، اصلا نگاه نکرد، یه فکر گفتید سه تا خانوما که ردی گم کردید که اگر چش باز کردید به نظر من بتونید دنده عقب بگیرید. رسیدیم به انتهای صحبت. اعلام وضعیت اضطراری. این سه نفری که اسم برن به ترتیب بدون اینکه ماسک از رو صورتشون بردارن، فقط لایک هاشون رو اونقدری بیارن بالا که در تاریخ ثبت شود. دکتر پاسکال لایک بده. قلبان بازی لایک بده. کسلر بازی لایک بده. کرتیس بازی ماسکشو برداره. کرتیس ماسکشو بذاره. خلبان و دکتر لایکشونو بندازن. لایک کسلر بالا بمونه. راینهارت بازی ماسکشو برداره. گشتاپوی ساده بازی ماسکشو برداره. راینهارت لایک بده. گشتاپوی ساده لایک بده. متشکرم. ماسکاتون رو بذارید. حالا دو مأمور نجات لایک بدن. متشکرم. دو مشتری بازی لایک بدن. اعلام وضعیت عادی. با سپاس فراوان از صبوری شما. سر صحبت آقای لقمانیان بودن، هنوزم هستن. چالش لطفاً تعارف کنید. استفاده از پلاک 0900 و شلیک اسلحه آزاد بفرمایید. خب بله، من میخواستم کیلویی یا همین فله‌ای و اینا، بخاطر نفر اوله قاعدتا. و اتفاقاً همین که خانم تماس میگفتن، خانم‌ها واقعا قدرتمندن، چرا که نه. از حرف من چیز منفی امیدوارم برداشت نکرده باشین قطعا، چون خانوما خیلی قدرتشون بیشتره و من هم واقعا حساب میبرم همیشه. این از این خدمت شما عرشبت که یک از بین شماها پژمان جان، آقای بازرگی به من گفتن که فقط هم به من تارگت زدن، یعنی این همه آدم صحبت کرد، گفت خب حالا چیکار کنم؟ آها، این بهتره که بیشتر بهش گیر بدم و تحلیل کنم راجبش. خب برای من هم شما سیاه میشین. و نکته خیلی جذاب الان اینه. من میخوام که به گفتگو ببرم. تایید میشه؟ با چه کسی؟ قطعا از سه عزیزی که بهشون تارگت زدم، خانم مریم مومن. تایید میشه. پلاک 0900 آقای محمد لقمانیان برای خانم مریم مومن. تاکید میکنم خانم مومن
اگر خلبان یا کسلر باشن حق دارن در این گفتگو دروغ بگن و من تایید میکنم. تایید میشه. عبدالله میگی قهوه به من بده؟ میشه عبدالله شایی سیلانسی میشه مدن؟ اون نپا دو کافه اوجوردی. ببین یه چیزی میگم حتما رعایت کن نگاه. میشه؟ ویت میلک. یه قبل از جو دیو قبله. سی کاسا. کافه ویت میلک. حالا دو خود دپیت بخدی بخدی. میشه؟ چرا 0900؟ سرکار خانم مؤمن و آقای محمد لقمانیان، لطفاً هیچ اکتی، هیچ حرف و سخنی که اطلاعاتی از اتاق 0900 به بازی بیاره تا پایان این ترم وارد بازی نکنید. جناب آقای حسین مهری، سه نفر رو میگم، دو تا گشتاپو قطعاً توشون هستش، آقای بازقی، آقای جمشیدی و آقای قائدی. سپاسگزارم، بفرمایید. سلام مجدد. منم آقای روا، شما خیلی برام سیاه هستین. و آقای بازقی. بچرخه ببینیم که چه اتفاقی میفته. خب دوستان به یه چیزی توجه کنین. در بین اسم الله بازی گفتگوی خصوصی خرج شد که خیلی طولانی بود. گفتگوی خصوصی دو حالت داره دیگه. یا دو سه حالت داره، ولی معمولا زمانی خیلی طولانی میشه که دو طرف میخوان یه سری دیتا به هم دیگه بدن. حالا یکی یک کارکتری داره آگاهه، اون یکی یک کارکتری داره که یک کمی ناآگاهه و به هم دیگه میخوان اطلاعات بدن. این گفتگوی طولانیه یه ذره منو تو فکر فرو میبره و من گفتگوی خصوصی میخوام. با؟ میثاق جمشیدی. تایید میشه. پلاک 0900 سرکار خانم متین ستوده برای گفتگو با آقای میثاق جمشیدی. عرض شود که آقای میثاق جمشیدی اگر کسلر یا خلبان باشن حق دارن در این گفتگو دروغ بگن و من دروغ رو تایید خواهم کرد. بفرم. پیتزا میخوام. تو خدا؟ نمیاره پیتزا واسمون؟ بگو لغ جیزی پق بیقزا. بیقزا؟ کل فرانس ستیل. خودت جواب بده بابا، منو میندازی یه ذره زبان بلدم هی ما رو میندازن جلو. مدام شو دزوله باز گفت جوله. ببین
نوبت صحبت سرکار خانم مومن آقای جمشیدی و خانم ستوده. لطفا هیچ دیتایی وارد بازی از اتاق 0900 نکنید. بفهم دو گفتگو این دورم انجام شد. راجب گفتگویم که قطعا نمیتونم صحبت کنم. کسی چالش میخواد؟ بفهم. من برام قابل قبول بود که آقای لقمانیان بخواد گفتگوی خصوصی یکی از ماها رو ببره، چون ما تارگتشون بودیم. ولی خانم ستوده رو نمیدونم که به چه شما تارگت زده بودیم به آقای جمشیدی توی چیز. خب ببخشید سوختش چیزم. محسا جون نمیدونم، یه شاید توی بازی نابلد بازی یا داری فکت سازی میکن. خب حواست به این موضوع باشه، ما ابتدای صحبتیم، به هر حال باید سای دست آدم بیاد دیگه. نجات بازی بین نه نمیتونم راجع به گفتگو صحبت کنم. نجات بازی از دوتا گفتگویی که اتفاق افتاده باید یه چیزی دستش بیاد. خب حتما ببره گفتگو در روز دوم. آقای بازقی من با شما بازی میشه و اینکه بگرده راجع به گفتگوم صحبت کنم خیلی چیز روشن میشه. سپاسگزارم. آرون اولش یکم فله گفتی، بعد که دوباره ادامه دادی بیشتر به نظر من یک پاچه خاری تا یک گشتاپو و ابراز پشیمونی میکنم که کنار ایشون نشستم. واقعا نفهمم کی داره چیکار میکنه، میخندونه منو همش به من، هیچی از بازی نفهمم. خانم ستوده شما یکم احساس میکنم حواس پرت کردین، یک فرضیه رو ایجاد کردین برای گفتگوی اول که این گفتگوی اول میتواند اون فرضیه باشد و بلافاصله شما میتونید با همون فرضیه رفته باشید این کار رو کرده باشید. گفتگوی بعدی رو شما رفتید انجام دادید، انگار خودتون رو پاک کردین از اینکه اون امکان میتونه برای شما هم وجود داشته باشه. در مورد شما الان یکم مشکوک هستم، اینو اصلا نمیخوام نگاش کنم. و عبدالله روا، به احتمال اینکه محمد واقعا فله‌ای گفته هنوز هست و به نظرم خواسته که یه چیزی بگه و آره اون پاچه خاری هم که میگی و یه ذره با این گرفتن گفتگوه بیشتر برای من سفید میشه. خب لؤلؤی لقمانیان خانم مؤمن برد، من به نظرم میاد که خانم ستوده باید طبق معمول خانم مؤمن رو میبرد تا یه چیزی دستش بیاد. چجوری روی تارگت ریز بین این همه آدم یهو این انتخاب بکنی؟ نمیگم رو شما، نه اصلا نظر قطعی ندارم. لطفا یا چالش بگیر یا نوبتت اینو به من توضیح بده که قصه این اتفاق چی بود. بعد حسین من مدل بازی تو رو میدونم، اینجا نوشتم یهو حالا پس پیش میشه حرفام. ببین باز داری پارتیزان بازی میکنی، اوکی، ولی باز هم داری بدون ادله بازقی جمشیدی قایدی میکنی. ببین اوکی اشکال نداره، من هم قاطی اونا بکنی اگر از اونا در بیاد من راضیم، ولی لطفاً از اینجا چون الان مدل بازید مثل اولیه، مثل دومیه، مثل اولی نیست، الان روشن کن یه دوتا فکت ریز بیار. اوکی سپاسگزارم. نیکست بفرم. آقای قائدی من میدونم نقش خودم چیه، من پارتیزانم خب، و قاعدتا باید زودتر بر یک اساسی یک در واقع ریسکی بکنم و یه نفر رو ببرم توی گفتگوی خصوصی. چیزی که من گفتم در مورد گفتگوی خصوصی آقای لقمانیان و خانم مومن اصلا این نبود که چرا به گفتگوی خصوصی رفتن، این بود که چرا اینقدر تایمش طولانیه. زمانی یک گفتگوی خصوصی تایمش طولانی میشه که دارن به همدیگه اطلاعات میدن، اطلاعات رد و بدل میشه، وگرنه که الان من و شما با هم بریم اون تو نقش شما چیه، این من اینم این، اوکی حالا یا یه چیزی رد و بدل میشه یک اسلحه یا نمیشه، ولی زمانی طولانی میتونه بشه که دیتا وارد اون گفتگو خصوصی بشه. متشکرم. خیلی ممنون. من چالش به خانم ستوده دادم برای اینکه واقعا این سوال منم بود که خانم ستوده چطور یهو انتخاب کردن، چون معمول و مرسوم اینه که واقعا یکی از دو نفری که گفتگو کردن ما ببرین. خانم تماسبی حالا ما اون دفعه اولین بار شما رو گفتیم خدا به دل پاک ما نگاه کرد، شما هم همون موقع سیاه بودی، بعد میگی که من سعی میکنم چیزی نگم که دوباره اشتباه نکنم. ما اشتباه کردیم اون دفعه؟ دوستان شما اینجا تشریف داشتید همتون غیر از گروبان،
ما اشتباه کردیم اون دفعه در مورد خانم تماسبی. ببینید من یه صداقتی در چهره شما میبینم که واقعا دلم نمیاد الان مثلا مطمئن چیزی بگم و شما رو ببرم مثلا لبه پرتگاه، ولی یه خود دقیق تر دیگه، جملات رو دقیق تر خواهش کنم انتخاب کنید. منطقی نیست که ما تو دوره اول کسی رو از بازی خارج کنیم، احتمال پارتیزان بودنش زیاده. خواهش میکنم چه توی رأی‌گیری چه در استفاده از اسلحه‌تون دقت بفرمایید. ببینیم چطور. سپاسگزارم. انتهای صحبت آقای بازقی، چالنجرشون رو حسین مهری بفرمایید. خب ما اول صحبت بودیم، خیلی نمیشدش حرف درستی زد. وایسادم حرفا رو بشنویم. همینجوری شما سه نفر رو گفتم، خواستم ببینم چه کسایی کره میگیرن، چه کسایی پشت. چون اگه یک کدومتون رو میگفتم برمیگشتم میگفتم بازی حسین اون بازی نیستش، پس حسین خودش گشتاپوه. خانم ستوده به قطع گشتاپوه بازیه، 100%. من گردنم رو برای ایشون میدم. همین امشب کسی اسلحه داره بزنه ایشون بره بیرون. متشکرم. بفهمید تقریبا همه حرفا زده شده، ولی همونجوری که همه میدونید معمولا وقتی نفر اول درخواست گفتگو خصوصی میکنه، معمولا نفر بعدی که میخواد بره درخواست خصوصی بکنه از یکی از این دو نفر میره که اطلاعات همه رو داشته باشه. من با اجازهتون شلیک میکنم به خانم ستوده. تایید میشه. متشکرم. اعلام وضعیت اضطراری، شلیک آقای پژمان بازقی به سرکار خانم متین ستوده. خانم ستوده لطفاً وصیت برای دکتر پاسکال. نه تنها برای دکتر پاسکال، که برای کل پارتیزان های که اینجا حضور دارن یک چیز بدیهیه. وقتی که آقای پژمان بازقی در ترن اول اسلحه‌شو در میاره و به من شلیک میکنه، کاملا مشخصه که ایشون گشتاپوه و من پارتیزان هستم. شما حتی اجازه ندادین که به من برسه ترن بعد بشه من بتونم در مورد گفتگوی خصوصیم صحبت کنم. امیدوارم که دکتر پاسکال به حرفایی که الان دارم میزنم دقت کنه و اجازه بده من توی این بازی بمونم. الان وقت بیرون رفتن من از بازی نیست. سپاسگزارم. خانم ستوده، به نظر شما دکتر پاسکال در این جمعیت 9 نفره غیر از شما در این کافه چه کسی است؟ خانم ستوده به قطع گشتاپوی بازیه. کسی اسلحه داره بزنه ایشون بره بیرون. متشکرم. دکتر پاسکال بیاد بالا. دکتر پاسکال، خانم ستوده در بازی بماند یا برود؟ متوجه شدم. اعلام وضعیت عادی. خانم ستوده، محکم سر جای بشین. خیلی ممنون. چون شلیک زده شده، در پایان این دور قطعاً وضعیت اضطراری و رأی‌گیری و ماجرای راینهارت رو نداریم. پس سر صحبت آقای لقمانیان 1-2-3 خود خانم ستوده در دور دوم کسی چالش بعد تو هم میخواستم. اوکی، الان میتونم در مورد گفتگوی خصوصی صحبت کنم. بله، ترن گذشته بفهم. یک کسی وقتی یک نقش مثبتی داره دنبال یک نقش، در واقع یک کاراکتر منفعل میگرده که از اون حالت درش بیاره، و اسلحه اول بازی هست، درسته؟ داستان گفتگوی خصوصی من و ایشون این بود. نمیتونم الان هر چیزی که بگم، الان ترس از اطلاق نقش و افشای نقش دارم.
آقای مهری شما کم سوتی ندادی در هفته قبل و در هفته قبل ترش. به نظرم شما اینجوری گردن نگیر. و آقای بازقی واقعا اینقدر ساده دست به اسلحه نشو. شما الان برای من هزار گشتاپویی، هزار گشتاپویی. متشکرم. اولا که عصبانیت نداره، بازیه، داریم بازی میکنیم. اگر اسلحه قرار وجود داشته باشه که اولین گفتگوی خصوصی رو آقای لقمانیان با خانم مؤمن گرفتن، یعنی شما باید این حدس رو بزنید که اون اسلحه رفته. این یک. پس این فکت شما درست نیست که به ما میگید اول بازیه، بعد ایشون داره تارگت میخوره میگه نکست. چرا؟ برای چی میگی نکست؟ تو از گفتگو خصوصی اومدی بیرون. آقا برادر من، شما از گفتگو خصوصی اومدی بیرون. اگر پارتیزانی باید روشن کنی بقیه رو، حرف بزن، نه راجع به گفتگو، راجع به کاراکتر خودت باید صحبت کنی، باید ما رو متقاعد کنی. میگی بعد میثاق جمشیدی حرف نزنه؟ ما تو دو هفته است داریم بازی میکنیم. شما حتی تو هم توی کلامتون نگفتید آقا، تو راجع به گفتگوتون نگفتید آقا میثاق سفید یا سیاهه. متشکرم خانم مومن. ببینین متین جان، با لایک و دیسلایک آقای جمشیدی برای شما نجات بازیان یا گشتاپوی بازیان؟ اگر نجات بازیان لایک بده. نمیدونی؟ یعنی ممکنه دروغ گفته باشه، یعنی نقشی داره که میتونه دروغ بهت بگه. خیلی خوب. ببین آقای بازقی، مثل دو دست قبل بازی نمی کنی. خب من فکر میکنم، من ناآگاه بازی فکر میکنم اصلا داری نجات بازی میکنی، ولی نجات بازی، من بازی سر صحبت روز یک جرأت اینو ندارم که اسلحه‌مو در بیارم به یکی بزنم. میترسم نجات بزنم. من این آگاهیه رو ندارم. نجات بازی به خودت رجوع کن. کدومتون این آگاهیه رو دارین روز یک شلیک کنین؟ من تکلیفم با خانم ستوده روشن نیست. تکلیفم با آقای مهری هم روشن نیست که صد داره گردن میگیره. برای اینکه تکلیفم با شما دوتا عزیز روشن بشه که ببینم توی یک سایت هستید یا نیستید، دلم خواد با آقای مهری برم گفتگوی خصوصی. میتونم تایید میشه؟ بله، پلاک 0900 سرکار خانم مریم مؤمن برای گفتگو با آقای حسین مهری. آقای مهری اگر خلبان یا کسلر باشن حق دارن در این گفتگو دروغ بگن، در اون صورت من دروغشون رو تایید میکنم. در غیر این صورت، یعنی اگر خلبان یا کسلر نباشید، موظفید که سایتتون رو راست بگید. تایید میشه؟ تو چی؟ من سفید بازی. من فکر میکردم تو کرتیس بازی که مدی گردن گرفتی متن ستوده رو. خب اگر کرتیس بازی داشتی یه میفهمی من جز اون کسی رو نیستم که دستم. واقعا سفید بازی؟ آره سفید بازی. سفید بازی هم واقعا میانم همه سفید بازی. یه سوال تو سفید بازی، تو با متین بازی بیشن سوده؟ نه هیچی راجبش نمیدونم. راجب متین ببین من میترسم. اسلحه داری؟ آره داری. میزنی متینو؟ متینو بزنم. آگاهی Can I have گلگاف زبون؟ Flower cow. Flower cow language. Mix in water. میزنمش اگر تو این آگاهی داری. من میزنم. اون نه پاکی کشوز کمسا شو دیزله پاکی کشوز کمسا از سنت خجالت بگش میگه. من برای اونجا میخوام بازی کنم، ولی من میترسم الان بازی که چرا با پشت هستی بازی کنم. چی؟ دوره چود بازی کنم. آره میزم دلیل خب فکر کنم بده. من از کجا بودم تو سفید بازی کنم؟ من به من متین شد تو نفسی بگذاری بودم میشه حفظنش. وقتی که تارکت میزنم اونجوری به هم میریزه، خب برام چیزه، برای من سر درست درم. پیجمان رو من اول روش بودم، الان راجبی سوسو هم. ببین پیجمان سواری تو رو دارم میکنم. حالا چیزه، یه نفر هم بود که دیگه ناراحت شده روش قطعی نیستم. اگه تو بازی گفتم قطعی هم بیا پشت دست بازی. من باید بازی میشم. بفرمایید. آقای مهری، خانم مومن، لطفاً هیچ دیتایی از اتاق 0900 به بازی نیارید. هیچ دیتایی. متشکرم. نوبت صحبت شما. چالش می‌خوام بفرمایید. آقای مهری، من یه نجات بازی دارم که برام 1 میلیون درصده، اونم آقای بازقیه.
با هم بازی میکنیم و تیم نجات رو جمع میکنیم و دونه دونه پیدا میکنیم. شیر مادرت حلالت که پاشدی همون شب اول زدی. یعنی من دوتایی باهات بگم نجات، همه ی هشتای دیگه بشنگ اشتافو باهات میام نجاتو. خانم ستوده رو هر کسی که اسلحه داره، هر کسی که اسلحه داره نوبتش شد بزنه. آی روا شما خیلی به هم ریختی من خانم ستوده رو تارگیت 100% کردم و گردن گرفتم. چرا انقدر به هم ریختی؟ آقای روا گشتاپوی دوی منه ولی برای من 90، خانم ستوده برای من 100. کلام آخر؟ یه بار فش خوردم، حتی این کارو میکنم دیگه. خانم ستوده رو بزنن، اگر ایشون نبودن بیننده بیاد این سری هم فششو به من. سر خانم مومن یه بار فش حسابی خورد. متشکرم، بفرمایید. خانم ستوده خیلی عجیب بود که اومدیم بیرون و تقریبا هیچ اطلاعاتی از ایشون به ما ندین و میتونست راستشو بگه، یعنی که باید راستش رو میگفت و هیچ اطلاعاتی ندادین، هیچ حدسی هم حتی نگفتین. من به نظرم کار غلطی نکرد پژمان و من میخوام با خانم مومن برم در گفتگو. بفرمایید. تایید میشه گفتگوی چالشمو گرفتم؟ نه شما چالش دارید. خب پلاک 0900 گفتگوی خصوصی و امن سرکار خانم مؤمن در این گفتگو اگر کسر یا خلبان باشن حق دارن دروغ بگن و من تایید خواهم کرد. من صدا کردم. من بولم. بولم میخوایی بزرگ بولم. بچه نارنجک داریم؟ میشی یه به من تانده؟ نارنجک غنزی بنت اون زور اون زخ. مشتری هستی؟ سفارو میتونی داده؟ بله نکنی. نمیشه دیگه؟ نمیشه دیگه؟ نمیشه دیگه؟ نمیشه دیگه؟ نمیگی بقیه دوستاتو نمیگی به من کیا؟ نه کیا؟ بقیه دوستاتو لو نمیدی؟ نه چیه زره؟ با ما بازی کنی میگم. آخه من دیگه حرفی ندارم. خدمت شما. ای با این دومین گفتگو بود در این دور. میدونید که دیگه تا پایان نمیشه پلاک 0900 رو خرج کرد. نوبت صحبت میدونم حالا هر کدوم که بله اشکالی نداره بفهم. آقای مهری که پامیشی حالا شهر هزار معرفی بکنی که گشتاپوی دوم قطعا شمایی، اصلا شما گشتاپوی همون جوری که دو هفته پیش میترسی از حضور من تو این بازی و بلند میشی اسلحه میکشی منو میکشی از بازی میندازی بیرون، الانم از حضور من میترسی، میترسی که من تو این بازی باشم چون میدونی من چجوری پارتیزانم. آقای قائدی، آقای قاسم خانی، من نمیدونستم که اجازه دارم یه چیزی رو بگم یا نه. یه گفتگو خرج شد، اوکی، احتمال هزار تا چیز وجود داره که آیا حتما این وسط یکی مشتری بوده، اون یکی یه چیزی بوده که بشه این وسط اسلحه رد و بدل بشه یا نه. گفتگوی دوم من رفتم، من در گروه نجاتم و تشخیص دادم که ممکنه بتونم یه نفر رو مسلح کنم، رفتم اون تو، ایشون مشتریه، اسلحه‌ای وجود نداشت. متشکرم. گشتاپوی هزار گول ایشون رو نخورید. سپاسگزارم. خانم ستوده، میگم از گفتگو اومدی بیرون دیالوگ قانع کننده ای به ما تحویل ندادی، این معنیش این نیست که من الان میخوام شما رو سیاه کنم، میگم دیالوگ قانع کننده ای به ما ندادی، این یک مشکل. من از کجا باور کنم که تو کسلر نیستی که رفتی اینو هماهنگ کنی بدون اینکه وسط یا یکی رو میبری؟ منو روشن کن. میدونی من این چیزا میخوام برام روشن شه. حسین جان، اول بلند شدی 3 نفر رو سیاه کردی، گفتم حسین بدون فکت بازی نکن، خب گفتی اوکی. بعد بلند شدی گفتی یه چیزی انداختم که ببینم کیه، یهو برگشتی دوباره خانم ستوده رو گفتی. باز هم آقای مهری لطفاً
باز هم روی خانم ستوده هم به ما فکت درستی ندادی برادر من. یعنی اوکی من الان میخوام با تو باشم، ولی رو اونم فکت درستی ندادی که به این دلیل، به این دلیل این هزار گشتاپوه. من سر تو یه لایک دادم، لایکو فقطم برای مریم مومن دادم که تکلیفم با مریم مومن مشخصه. الان هر دو طرف یه ذره مشکوک میزنن. نمیشه حسین جان تو بلند شی بگی قربون مرامت برم دوتایی باشیم فلان میکنیم، کافر رو با آتیش میکشی. بفرمایید. خب اتهاما به نظرم به متین ستوده در این باره که چرا راجع به گفتگو خصوصی چیزی نمیگی یه ذره بی خودیه، برای اینکه من الان بهتون میگم برای چی. ما اصلا اتفاقی اونجا بین اون نیفتاد و اصلا هیچ چیز دندونگیری برای ارائه نبود. منم چون نمیتونستم راجع به ماجرا حرف بزنم نکست دادم. یه بخش دیگه ای از نکست دادنم هم مال این بود که تو پوزیشنی بودم که میتونستم شک بکنم به این که خانم ستوده پارتیزان باشه یا نه، اما به هر حال خودشونو به من پارتیزان معرفی کردن، منم که در واقع سفید. اما شما از گفتگویی که رفتی و برگشتی که قبلش هم دو تا گفتگو مشخص بوده، یهو به این نتیجه رسیدی که آقای بازقی 1,000,000 شهر شماست و خیلی هیجان زده و شتاب زده کاری رو کاور کردی که من الان سناریوشو بهت میگم. سناریوی خیلی مشخصیه. جمشیدی که نکست داده حرف نزده، اونو بکشمش دست بعد دیگه وجود نداره که بخواد از اتاق گفتگو حرفی بزنه. اینم که خوانده بوده، پس اصلا گفته‌هاش برای کسی ملاکی رو تعیین نمی‌کنه. بهترین فرصت برای حذف یک به نظر من پارتیزانه. این سناریو خیلی برای من روه و وقتی شما ازش حمایت می‌کنی 100% گشتاپوی دو من میشی. گشتاپوی یک، گشتاپوی دو. متشکرم. آقای مهری نه. اجازه بدین. من گفتم خانم ستوده پاشن توضیح بدن برای ما. بعد خانم ستوده شدن 100 شما، بعد من پشپنده شدم 90. هم می‌زنی؟ بعد پژمان سر اینکه از ما خوشتیپ داره یهو شد هم شیر مادرش حلالش، شیر خشکایی که ما خوردیم حروممون. نه آخه عجیبه. بعد پژمان تو برای چی پا شدی یهو تق؟ خوب همون وقت یه دقیقه قبلش درباره این حرف زدیم که دور اول قاعدتا پا نمیشن شلیک کنن. اگه با این اطمینان که تو پا شدی شلیک کردی، اگه پژمان بازقی نبودی من میگفتم واقعا چک کنیم یه سوراخی چیزی شاید تو این هست. منم با میثاق موافقم. حقیقتش به نظرم میاد که حسین مهری به شدت مشکوک، به شدت مشکوک. پژمان بازقی هم همینطور. برای این دلیل من اینه که این بی خود شلیک کرد، ریسک بزرگی کرد، اونم بی دلیل داره میگه، میگه تو به هم ریختی. دلیل من برای حسین مهری همینه یکی گفتم، فکت ها رو مقایسه کنید، یا بیاید این ور یا برید اون ور، اگه که هنوز فکر میکنه من سیاهم. کلام آخر. ممنونم، مرسی. بفرمایید. ببخش چون جزء صحبتام بود و یادم رفت، خیلی نکته قشنگی رو شما بعد از شلیکت گفتی. اومدی گفتی که چرا برامون از اتاق نگفتی. خب اون موقع که نمیتونست بگه، نمیکشتیش دست بعد بگه. شما کسی هستی که معتقدی که باید از اتاق حرف زده بشه، مخصوصا با این وجود که من نکست دادم. خب ایشون که خواهانه بیشتر از من میتونه اطلاعات بده، چرا نذاشتی زنده بمونه که دست بعد اطلاعات بده؟ خب آقا دلم خواست زدم، راستش رو بخوای دلم خواست زدم. حالا دلیلش هم این بود که شما منو مشکوک کردی به خانم ستوده. راستش رو بگم شما رفتی گفتگویی کردی، نمیگم راجب گفتگو صحبت کن، دو تا گفتگو شده، محمد لقمانی اصلا حرف نمیزنه راجب گفتگوش. بالاخره ما باید یه چیزی دستگیرمون بشه. ما یه حرف بزنیم، این حرف بزنیم، این حرف بزنیم، این حرف بزنیم، بالاخره باید یکی اکشن نشون بده که ایشون عصبانی بشه، بلند شه بگه آقا من نیستم، شما صد گشتاپوی منی. من اگه صد گشتاپو بودم بعد شما فکت میاری که من خواستم ایشون رو از بازی اخراج بکنم که دفعه بعد توی بازی نباشن. من میدونستم دکتر سیوش میکنه مثلا بازی برای همین دکتر، پس چیکار هست این وسط؟ ولی شما نکست مشکوکه برادر من. شما میتونستی حرف بزنی، نه راجع به گفتگوت، راجع به تارگتات. کلام بعد از ترن دو تازه بلبل زبون میشی میگی
ببخشی منظورم به شما نیست دارم. یه دفعه بلبل زبون میشی میگی آقا شما فلانی، بعد دوباره من از خودت گذشته به من رسه، دوباره چالش میگیری منو میبری زیر سوال. سپاسگزارم آقای لقمانیان. کسی چالش نمیخواد؟ مرسی. خب دلیل این که سر فرصت آدم صحبت میکنه. اوکی، کاش که خانم مومن صحبت میکرد و این که توی اتاق هیچ اتفاقی نیفتاد. این خانم مومن سفیده آقا، هیچی آقا. یا ببینید سفیده، حالا اگر آها اگر کرتیز دستشو بالا دیده باشد، خب من نمیدونم که نمیدونم کسلره یا نه، ولی از نظر من سفیده. خب این از این دو. این که دوستان عزیز میگین حرف میزنید، خانم طهماسبی هم حرف نمیزنه. بعد آها یه چیز دیگه، نمیدونم کرتیس دست خانم مثلا متین ستوده محترم رو بالا دیده یا نه. خب کاملا واضحه، من پشت دست شما بازی میکنم. اگر دستش بالا بوده که مثلا اگر دکتر بوده یا مثلا خلبان بوده، این گفتگوه چی بوده؟ اگر این که خیلی تابلوه دیگه آقا، بزنید دیگه، اگر میبینید اینجوری بزنید. بگو الینا به ترجمه. یه لحظه آقا چرا میخندین؟ من همین الان از این استفاده میکنم. تایید میشه. آقای مهری مهراب قاسم خانی رو میزنم. این شلیک بسیار مهمیه. تایید میشه. اعلام وضعیت اضطراری. مهراب قاسم خانی لطفاً برای دکتر پاسکال وصیت کن. چقدر سخت توضیحش واسه این که نمیتونم راجع به اون اتاق قبلی توضیح بدم، هیچی نمیتونم راجع بهش بگم، ولی محمد لقمانیان هم قبلش خانم مؤمن رو برده بود تو اتاق و من کاملا مطمئن بودم که منو میزنه. اسلحه رو که درآورد هم گفتم که منو میزنه، واسه اینکه میدونه که من بعدش میخوام چی کار بکنم. به نظرم خیلی جدی و رو همه چی مشخص الان. سپاسگزارم دکتر. ممنون میشم آقای قاسم خانی. لطفاً دکتر پاسکال رو حد بزنید. اگر شما درست دکتر رو حد بزنید، او موظف است شما را نجات بدهد. دکتر پاسکال بیاد بالا. دکتر پاسکال، مهراب قاسم خانی در بازی بماند یا برود؟ متشکرم. اعلام وضعیت عادی. مهراب قاسم خانی شبیه نماینده ارتش نازی در نهضت جنگل نیست؟ اصلا شما دلتون میاد که این هیبت از بازی بره بیرون؟ من که دلم نمیاد. بشین تو بازی مهراب عزیزم. مهراب قاسم خانی در بازی میماند و نوبت صحبت حسین مهری. من و آقای بازرگی با هم بازی میکنیم. شما با من و آقای بازرگی بازی میکنین؟ شما آقای قاسم خانی بازی میکنین؟ پس شدیم سه تا قطع شدیم. شما هم آقای قادی میان با ما بازی کنین؟ بیان با ما سه نفر بازی کنین.
ببین چه اتفاقی افتاده. من خانم ستوده رو میگم، از اون بر آقای روا پا میشه میگه از اون برم یه سناریو تفلی چیز شما خریده شدی آره احتمالا چون باهاشون رفتی. خانم ستوده، آقای جمشیدی، آقای روا، ستاشون گشتاپوی صدن. هر کسی اسلحه داره، هر کدوم رندوم اصلا ببینه بگم اصلا الان با تیپ این متشکرم. ستاشون گشتاپو هم بفر. ببین یه ذره کلا انقدر تارگت ها پخشه آدم گیج میشه، با توجه به اینکه تو اتاقم آدم هی میره اینجا هی صحبت میشه یه ذره ذهن آدم میپره. ولی کلا ماها همه داشتیم میگفتیم که کسی که بیدلیل یهو شلیک میکنه اون اول بازی خیلی احتمالش کمه که سفید بازی باشه. همه داشتیم همینو به اتفاق میگفتیم، یهو شما اومدی گفتی شما 100% سفید بازی هستی. این برای من هنوز قابل قبول نیستش که چرا آقای بازقی 100% سفید بازی هستش. چون شلیک میکنه خب دلیل نمیشه. یعنی اینقدر باهوشن که اول بازی از بین 10 نفر 3 تا گشتاپو یه دونهشو پیدا کردن. من برام قابل قبول نیست. لایک و دیسلایک فقط. بار بعد مجبورم. بعدم خانم ستوده من خیلی دوست دارم که شما پارتیزان بازی باشی و با هم دیگه بازی کنیم، ولی اینقدر الان بد راجع به اتاقتون ارائه دادین و صحبت کردین که متاسفانه من نمیتونم باور بکنم و 50-50 هستم که شما یا سفیدی یا سیاه هستی. شما نفر آخر صحبت بودید، میریم به دور سوم. نفر اول صحبت خانم ستوده بودن. 1-2-3 آقای شهرام قائدی سر صحبت. چلنجرشون آقای قاسم خانی. میتونم حرف بزنم؟ بله چقدر حرفا دارم بزنم. حسین یه ذره عقب بکش، نمیگم که اشتباه داری میکنی از چیزایی که گفتی. من ایشونو بردم تو اتاق، خانم مؤمن رو بردم تو اتاق. سیاه هستن، سیاه قطعی هستن. آقای لقمانیان قبلش برده بودن ایشونو تو اتاق و با اطمینان گفتن سفیدن و منو با تیر زدن و من مطمئن بودم منو میزنن واسه اینکه میخواست کاورش بکنه و اینقدر زیاد مطمئنم که اگه اجازه بدین من ایشونو میزنم، ایشونو بکشین خیلی راحت سریع. تایید میشه شما در چالش شلیک کردید، اسلحه شما زرد چالش میشه. نبود چرا شما چالشتون رو از آقای قائدی گرفتید و شلیک کردید، اسلحه شما ضبط میشه. منتظر همین بودم. خیلی متشکرم، استدعا میکنم. حرفو زدم، مهم اینه اشکال نداره. گروه بای اسلحه. نوبت صحبت آقای قائدی. بفهم حواستون باشه دوستان، تو چالش شلیک نکنید، چالش برخواست گفته بود ندید. بفرمایید. یه چیزی تو سر دلم مونده سر اون مسئله قبلی بگم، در مورد تو اون درگیری‌های شدیدی که یهو خانم ستوده به عبدالله گفت که یه حال غریبی. اونجا دیگه موقع اون دیالوگه نبود، نشد بگم که چرا اینو گفتی، پس ما رو گمراه نکن. آخ الان طبق این سوتی که اتفاق افتاد، ببین محمد لقمانیان خانم مؤمن رو برد توی گفتگو، مسلح شدن. بعد مؤمن آقای مهری رو برد. خب خانم مهری، من خانم مهری که میدونم هجوری هجوری حساب مهری خانم دارید، آقای مهری جفتشون میم دارید، بغدو سفیده خانم مؤمن. عجب سوتی دادم. عکت اضافه ببینم این بار سکوت انضباطی میدم. بگم بهتون سکوت انضباطی یعنی در دور بعد حق صحبت ندارید، حق شلیک ندارید، حق گفتگو ندارید. آقای قائدی با شما بودم، حق گفتگو ندارید و حق رأی هم ندارید. از سکوت انضباطی که بگذره بی تعارف کیک میکنم. بازی خیلی جای حساسیه، همه تون رفقای منین، ولی ببین راستش بخوای منتظرم یکیتون رو کیک کنم. اینو گفتم که یادتون بمونه، یعنی همچنین تو کمین نشستم یکیتون رو کیک کنم. گفتگوی اول این دور 0900 آقای شهرام قائدی، مهراب قاسم خانی. اگر آقای قاسم خانی خلبان یا کسلر باشن حق دارن در این گفتگو دروغ بگن، من دروغشون رو تایید میکنم. در غیر این صورت باید سایدشون رو راست بگم. بفرم نجاتم مریم مومن تایید میشه گشتاپو لغمان بوداش تو تا
لومانی فهمیده بود که من فهمیدم مریم مومن چیه، چون بردمش تو اتاق درنچه من رو زد که من رو خفه کنه که نرسم به مریم مومن. منم الان گند زدم اصلا هم مادر دارم و این دوتا رو شک نکن. یعنی لقمانیان و مومن شک نکن 100% چیزم. در مورد مهری بگو لطفا. در مورد مهری یکم گیجم ولی الان باسه من متین سوزونه میتونه باشه. من حسین مهری رو برد دو تا. آره. ولی میشه تو دروغ گفته دیگه. من از حسین مهری میپرسن که مومن بردتش میتونه دروغ گفته باشه. آره. به من که نمیتونه دروغ بگه. الان داره دیسلایک میده که من بردمش. متین سوزونه بالای 90 و اگه متین من از شلی که چیز شک کردم چون خیلی بی پروا این وسط درگیری ها تو رو زد. کلام آخر لطفا این دوتا این دوتا این دوتا در زدن میخواد یه چیزی رو پنهان کنه. کلام آخر این دوتا زدن بگی جان آنه بگو 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 سپاسگزارم. بفهمید آقای قاسم خانی. بله بله آقای قائدی لطفا قواعد اتاق 0900 رو رعایت بفرمایید. نوبت صحبت آقای میثاق جمشیدی چالنجرشون سرکار خانم مومن. بفرمایید. خیلی ممنون از چالشی که به من دادید. سر صحبت آقای قاسم خانی چالش میگیره، توی چالشش به من شلیک میکنه که اگر در ترنش به من شلیک کرد من رفتم بیرون. نجات بازی خوند آقای قاسم خانی هیچ وقت دچار این مشکل نشه. تیر خودش هم که خلاص میکنه، فقط واسه اینکه از گشتاپوی فرار کنه. حداقل یه یارتو میزد که اینجوری لادر نری. آقای مهری شما این موضوع رو نفهمیدی. من با شما رفتم تو گفتگو. من با شما رفتم توی گفتگو. شما به من میگی این کارو بکن اون کارو بکن. من میگم باشه. شما برای من سفید بازی میشه. کرتیس بازی اگر خودتی میتونم حرفتو باور کنم. اما اگر کرتیس بازی دست آقای مهری و بالا دیده من کلام آخر لطفاً. راجب آقای لقمانیان میخواستم بگم ایشون سفید بازی، بنده سفید بازی. من الان یه نجات بازی دارم، یه نجات بازی دارم آقای متشکرم. خانم بفرمایید. کلام آخر یعنی یک جمله. بله آقای قائدی چه کار عجیبی بود کردی. آقای قاسم خانی با فکت داره دو نفر سیاه اعلام میکنه. اگر گشتاپو باشه که دو نفر رو با هم نمیاره بالا. یا دو تا نجاته که سو میشه یا یه دونه نجات یه دونه یار خوش که این اصلا مذموهان است. پس فکتشو هممون پذیرفتیم، هممونم منتظریم که شلیکه انجام بشه. نشده به خاطر اینکه تو چالش بوده. شما نمیزنی میبری گفتگو؟ خیلی خب میذارم رو حساب اینکه اسلحه نداری. یه چی بادش کن الان وقتش نیست. متشکرم آقای ربا چالنجرشون خانم ستوده. آقای مهری بلند میشه صحبت میکنه راجب شلیک ناگهانی آقای لقمانیان به آقای قاسم خانی هیچی نمیگی. فقط بستی رو من که من از بازی برم بیرون. دوستان یک بار برای آخرین بار خدمتتون عرض میکنم نمیخوام تا آخر این بازی من راجب یه گفتگو صحبت کنم. من آقای میثاق جمشیدی رو بردم توی اتاق که اگر ایشون مشتری هست که بود مسلحش کنم به عنوان یک گروه نجات. اسلحه‌ای نبود. قبلش این دو نفر رفته بودن. اسلحه رد و بدل شده بود. متشکرم. حسین مهری رو لطفا بزنی چون اگه بهش برسه منو میزنه. منتظر اینه که من از این بازی برم بیرون. سپاسگزارم. آقای روا بفرمایید. حرفای مهراب اگه خلافش رو ثابت نکنید میتونه درست باشه. من شلیک میکنم اما به آقای مهر. تایید میشه. به قول مهراب اعلام وضعیت اضطراری. آقای حسین مهری شما وصیت کنید برای دکتر پاسکال. من ترجیح میدم جای وصیتم برای دکتر پاسکال یه ذره بازی رو براتون روشن کنم. خیلی وضعیت اسفناکیه برای گروه نجات. سه تا گشتاپو تو بازی بود. دوتاشون دوتا مشتری رو بردن بیرون خریدن.
5 تا الان گشتاپو توی بازیه. 5 تا گشتاپو توی بازیه. وقتی خانم تماسایی میگم پشت دست من بازی میکنید، برای اینکه میدونم به قدری تعدادمون کمه که وقتی یه دونه شما بگی نمیدونم دیگه قشنگ گشتاپو میتونه کار خودش رو بکنه. آقای قاسم خانی، آقای بازقی، خانم میر طهماس و آقای قائدی با هم اتحاد کنید. شما چهار تا سفید بازی. متشکرم. دکتر پاسکال رو حد بزنید در اینجا. سپاسگزارم. ماسکتون رو لطفاً بذارید. دکتر پاسکال بیاد بالا. آقای حسین مهری در بازی بماند یا برود؟ متوجه شدم. اعلام وضعیت عادی. شلیک آقای عبدالله روا به آقای حسین مهری و باقی ماندن آقای مهری در بازی. آقای پژمان بازقی بفرم. ببخشید. اون چیزی که آخر صحبتم گفتم الان وقتش نیست، خیلی سریع وقتش شد. اولا که خیالتون راحت کنم، برای اینکه خیلی گیره این که یکی یا دو تا یا چند تا، من و خانم ستوده توی گفتگوی خصوصی اصلا بازیمون نشد. احساسم نسبت به شما آقای رواد این بود که پزشک کافه‌ای، ولی وقتی با صلابت میگی که آقای قاسم خانی حرفش میتواند درست باشد، خب اگر که به خانم مؤمن شلیک میکردی میشد شلیک دوم و اثرگذار، البته نه شلیک اولشون، یا لقمه. چرا به هیچ کدوم شلیک نکردی؟ یهو مهری، من خودم مخالف آقای مهری اما، ولی یهو چه شلیکی بود؟ حالا من که نمیفهم چی میگی. ولی متشکرم آقای بازقی. چی بگم آخه، اصلا انقدر بازی پیچ خورده دیگه، با زبان بی زبانی با زبان با زبانی تو چالشش انقدر هول کرد شلیک کرد اصلش افتاد زمین. چجوری دست میچرخه؟ حالا ما فرض رو میذاریم ایشون اصلاً نداره، شما اصلاً داری حسین رو میزنید؟ بابا اون داری میگه خانم مؤمن رو بزنید. رفته باش گفتگو بچه ها، همه تون زدید دیگه، مهراب خانم مؤمن، مهراب فلان. من نمیدونم چرا متوجه نمیشید. چالش نمیدم، ببخشید. بابا چجوری فرانسوی؟ نه فرانسوی نه. خانم چرا نمیگین ایشون گشتاپوه؟ چرا؟ آخه مشخصه آقا، زدیمه. من میدونستم زدمش و خودش انقدر ریلکس داره میگه، خیلی ریلکس داره میگه. بابا یا از سادگی ما داره سوء استفاده میکنه، یا چون ببینید میدونست، چون میدونسته که تیر میخوره به خاطر همین هول شده، به خاطر همین زده. بابا میدونسته. اونجا من هی نگاش میکردم، هی میخندیم، گفت هی میگم منو میسن. بابا من یا اشتباه زدم یا درست زدم، که درست زدم. ایش دارن خیلی گشتاپو داره تمیز بازی میکنه. آقای مهری خیلی همه تون دارین تمیز بازی میکنید. من دیگه هیچ حرفی ندارم بگم، واقعا خوای. اگه گروه نجات میخوادش بهش میدم. ببینین، من الان یک پارتیزان بسیار گیجم توی این بازی. اگر کسی سفید این بازیه، منو ببره اتاق گفتگو، مشخص بکنه وضعیت منو، که من بتونم یه کمکی به سفیدا بکنم. یه ذره یعنی یکی از وظایف پارتیزان ها روشن کردن بقیه پارتیزان ها هم هست، نه اینکه همش برین گشتاپو پیدا بکنین. اگه یه پارتیزان ناآگاه دارین آگاهش بکنین، این وظیفه شما هاست. متشکرم. شهرام جان، الان فقط روی صحبتم با شماست و خانم طهماسبی. ببینید الان شما این که میتونین شهر رو به فنا بدین یا ندین، الان شهر سفید مشخصامون معلومه. شما مطمئنی آقای قاسم خانی گشتاپوه؟ حاضری؟ منم مطمئنم 100% میگم ایشون سفیده. خب من میگم 100% ایشون سفیده. آقای لقمانیان فقط لایک دیست. یکی از کسایی که خرید شده آقای لقمانیه.
ببینه چرا الان آقای روا پا میشه؟ خانم مومن و ایشون برگشته گفته سیاهه. خانم مومن منو برده اون تو، من بهش گفتم منو برده تو، من بهش گفتم سفیدم. شما چی؟ گفته سفید. خیره شدم تو چشش، امیرعلی شاهده. گفتم شما خانم ستوده رو میزنی با تیر؟ گو آره میزنم. منتظر بودم، چرا دیسلایک دادم شما میخواستی بزنی؟ منتظر بودم نوبت ایشون برسه ببینم خانم ستوده رو میزنه. ما الان اسلحه ای نداریم، الان 5 نفر شدن ازتون لطفاً اجازه بدید آقای مهری صحبت کنم. اگر نوبتتون شد زدین همه چی نمیزنین؟ خانوم ستوده، خانوم مومن، فقط لایک یا دیسلایک، یک حرکت دیگه ستوده، خانوم مومن، آقای روا و آقای لقمانی، این 4 نفر به قطع گشتاپو هن. یک گشتاپو رو شک دارم، باهاش میرم صحبت. آقای جمشید تشریف بیارید. تایید میشه دومین گفتگوی این دور. اگر آقای جمشیدی، خلبان یا کسلر باشن، حق دارن تو این گفتگو دروغ بگن، در صورت باید که سایدشون رو راست بگن. مجبور راستش یه خلبان هم نیست رفت که سیدشون باشن. نه نخریدن هم سفیدی؟ آره نخرید دست دادار سفید تایید نمیشه. سفید تایید نمیشه. سفید تایید نمیشه. مشتری ساید مستقل هست. مشتری بله، توجه داشته باشین همه این کلمات معنی برسن. مشتری هم ولی بازی نمیشه، چون فیلم یکی من هم مطمئن نمیشه چه سیزه رو بشون بسن. من دارم با من بیمیسن، ببینیسن شاه اون نفر رو ببینیم این شاه این نفر بگشت سنگی هر در اومده من پشت هستی بگم ببین الان مهران کنم ثابت شده کنم یه کود بده. الان به کود دادم یه گفتم که خانم مومن اینجا اون منه از من سوال کرد جلیشو خانم سفیدم من نمیتونستم اون دروغ بگم. تقریبا مطمئن شدم با توجه اینکه کنارم نشسته. اول فکر کردم اینا که دارم بگم نه روا من تیم زدوده اون پسر که بخلی هم نشسته از بچه هم توانایی از لحظه هم به این وجود داده. اگر تو سفید بشی من دستورتی برای تو نفیدم که بتونم اسلحه داشت. خب همون وقتی که نمیتونم اسلحه من ندارم برای سفید ها مفید نیستم. خب ماجرا اینه که الان صرفا تو الان پای تو چه سفیدی میتونم هر لحظه رنگم رو عوض کنم. الان دارم میگم که چیز رو بیا اون متشکرم. بفرمایید آقای مهری. آقای جمشیدی لطفاً هیچ اطلاعاتی از اتاق 0900 به بیرون درز نکنه. متشکرم. این دومین گفتگوی این دور بود، بنابراین دیگه گفتگویی وجود نخواهد داشت. اما در این دور یک شلیک انجام شده و هنوز یک شلیک دیگه میتونه وجود داشته باشه. انتهای صحبت هم آقای قاسم خانی هستن، یعنی سر صحبت شما بودید. تا به اینجا برسه ترم ادامه داره و احتمال شلیک هست. کسی چالش نمیخواد؟ بفرمه دوستان. هیچکی از بازی نرفته بیرون. به هر حال باید تکلیف رو مشخص بکنیم یا نه. آقای مهری واسه چی گیر دادی به من؟ وقتت چیه؟ من به شما شلیک کردم، کشته نشدید به هر دلیلی. احساس میکنم میتونم از عقب بشینم، ولی نمیدونم این چه یارگیریه که انجام دادی. متشکرم. چشم ها رو باید شست روی دیگر. باید چی بگم؟ سپاسگزارم. آقای سهراب سپهری چلنجر خانم تماسبی بودن. بفرمایید خانم. بله آقای مهری، من اصلا نمیخوام الان به شما شک بکنم، ولی شما گفتین که گشتاپوهای 100% بازی خانم مومنن، آقای لقمانیان هستن، آقای روا و خانم ستوده. 4 نفر رو کردین گشتاپو. من از شما خواستم که اگه سفید بازین من رو روشن بکنین، یا یکی من رو روشن بکنه. بعد شما پا میشی میگی من برم یه گشتاپویی که به شک دارم و ببرم اون پشت ببینم گشتاپوه یا نه.
خب الان دیگه این وسط بازی شما اگه 4 تا گشتاپو میشناسی چرا لنگ پیدا کردن 5 میشی؟ هم مثلا میخوای برنده باشی که 5 تا گشتاپو درست حد زدی، خب مثلا کاپ میدن. این چه مدل بازی کردنه؟ 4 تا گشتاپو رو انتخاب کردی، حالا 5 پیدا کن برو 6 پیدا کن، مثلا هر 10 تا رو گشتاپو جایزه نمیدن بهتون که. شما 4 تا رو پیدا کردی، روی یکی فوکوس کن، رأی بقیه رو بگیر رو اون یه آدم. چرا هی میخوای گشتاپو پیدا کنی؟ با این کارا آدم نمیتونه بهت اعتماد بکنه، پشت دستت بازی بکنه. متشکرم. بفهم. من حرف ایلیو تایید میکنم. ببینید بر چه اساسی 4 تا آقا، یا ببینید شما یا یه کرتیسی هستی که داری بد بازی میکنی، یا گشتاپوی هستی که یاراتو دیدی داری همینجوری تارگت میزنی که خودت سفید بشی. بر چه اساس و فکتی آقا پشت دست ایشون بازی میکنید، هی لایک میدین به ایشون؟ وای به حال واقعا مأمورین نجات که داریم همینجوری پشت دست ایشون بازی میکنیم. سپاسگزارم. بفرمایید خانم ستوده. ببین آقای مهری، واقعا من نمیدونم نقش چیه. یه چیزی رو الان فهمیدم، اونجوری که رو من بستی اگه مسلح بودی باید میزدی به من تیرو. تیر دوم بود دیگه، اصلا تو شبم نمیرفت و من بعد از بازی میرفتم بیرون. پس مسلح نیستی. نمیدونم نقشه چیه، ولی هر اون چیزی که هستی خیلی شهر رو به هم ریختی. تمام پارتیزان ها رو گیج کردی، به شدت گیج کردی. میگی من الان میگم 5 گشتاپو تو بازیه. چه خبره؟ مگه میشه اصلا 5 گشتاپو تو بازی باشه؟ من شلیک میکنم. تایید میشه. و نمیدونم دکتر این بازی فازش چیه از اینکه همه رو سیو میده. آقای پژمان بازرگی. اعلام وضعیت اضطراری. اعلام وضعیت اضطراری. آقای پژمان بازرگی لطفاً وصیت کنید برای دکتر پاسکال. تا الان کسی نرفته بود بیرون. خیلی خوشحالم از اینکه اولین نفر میرم بیرون، استراحت میکنم، چای میخورم و به بازی شما نگاه میکنم و اینکه شما بعداً متوجه، بعد از استعلام متوجه اشتباهتون میشید خانم ستوده. اینکه من صرفاً شما رو در دور اول زدم برای اینکه بازی اکشن داشته باشه، شما عصبانی بشید، ولی حالا دوست داشتید چلی کنید به من بیچش کنید. آقای بازرگی دکتر پاسکال رو انتخاب کنه. متشکرم. دکتر پاسکال لطفاً بیا بالا. آقای بازرگی در بازی بماند یا برود؟ متشکرم. اعلام وضعیت عادی. شلیک خانم ستوده به آقای بازرگی. اینقدری که این چند روزه تیر خورد تو دوئل تیر نخورد. نه با تشویقشون کنید. متشکرم. خانم مؤمن، آقای قاسم خانی انتهای صحبت. بفرمایید. ببین آقای مهری، داری دروغ وارد بازی میکنی. اگر 5 گشتاپو بود الان 4 پارتیزان میمون تو بازی. خب پارتیزان میباخت. آقای بازرگی رفت بیرون. گرداننده یک اسلحه دارد. خب بعد چجوری 5 گشتاپو آوردی شما توی بازی؟ یه دونه خریداری میشه، شما چجوری 5 آوردی؟ شما واسه چی نخواستی نقش آقای جمشیدی رو شو کنی؟ به این دلیل که اسلحه‌ای وجود نداشت، چون اینجا رد و بدل شده بود. خب آقای جمشیدی کی گفت؟ گفتش که من نمیخواستم شو کنم به این دلیل که گشتاپوی بازی ور میداشت اون یکی مشتری بازیمونو، ور میداشت میبردش اسلحه میداد. گشتاپوی بازی میشه. من اینقدر بازیکن نادانیم که روز اول پشت سر 4 تا یارم بازی کنم؟ اینقدر گشتاپوی رو من بد بازی میکنم؟
آقای قاسم خانی من اینقدر بد بازی میکنم، اصلا شما گشتاپوی صد، فقط شما دوتا موندیم برای هم دیگه، آخه سومیتونم رفت بیرون، اصلا ندارده این بازی آقای قاسم خانی، ندارده، سمت من نیایید، خیلی راحت میتونم بهتون دروغ بگن آقای قائدی، اصلا نگران نباشید، 30 نفر با ایشون رفتن توی گفتگو، چرا هیچی ازش در نیومده، چرا شلیک نمیکنه، تیر نگه داشته برای خلبان. متشکرم. بفرمایید. شما شهرین؟ منم یه آدم بیشعورم که میخوام خودم رو نشون بدم، میخوام 10 تا گشتاپو معرفی کنم. خب؟ با آقای قاسم خانی بازی کن، با آقای قائدی بازی کن، آقای جمشیدی، با آقای قاسم خانی بازی کن، با آقای قائد، برای من کمفه، خانوم ستوده، خانوم مؤمن، آقای محمد لقمانی و آقای روا، این 4 تا گشتاپوی بازیان. حالا کسی میخواد متوجه بشه، کسی میخواد متوجه نشه. چرا پا نشدم بزنم؟ چون که نمیتونم بزنم. بردم. چرا اسلحه ندادم؟ چون که نمیتونستم اسلحه بدهم. حالا دارم هم میزنم، میگیم پا میشی اینو میگی اونو میگی قاطی میگی، دارم 4 نفر رو از همون اول گفتم، کلام آخر، حد زدم که 2 نفر خریداری شده باشن، این 2 نفر الان دارم میگم ایشون به قطع خریداری شده. متشکرم حسین جان، خیلی ممنون. سخنرانی قرای حسین مهری رو شنیدیم، انتهای صحبت. خانم طهماسبی عزیز گوش کنید، آقای قائدی عزیز گوش کنید، حسین یه جای کوچیک اشتباه کرد در مورد عدد، فقط در مورد 5. من از یک مسیر دیگری به دلیل دیگری رفتم، حسین از مسیر دیگه درست رفته بود، گیج نکرده بود، حسین از مسیر خانم ستوده رفت که درست رفت. خب من از گفتگوم ایشون رو گرفتم، وقتی ایشون رو گرفتم که به من گفت سیاه هستم و ایشون انقدر محکم گفت سفیده و من رو با تیر زد، این دوتا واسه من مشخص شدن. من همون اول هم گفتم این دوتا برای من قطعیان. حسین تو ادامه همون مسیر خودتو برو، حسین اشتباه نرفته مسیر رو، یه جا توی عدد اشتباه کرد، توی 5 و 4 یک اشتباهی کرد، ولی مسیر رو اشتباه نرفته اصلا، 100% کسلره. خب صد نه، شما نه پشت سرتون. رأی بدهیم، بدهیم بیرون، با رأی بدیم بیرون، از یک سر شروع کنیم، از ایشون شروع بکنیم، از ایشون شروع کنیم که صدن، یا از ایشون شروع کنیم که صدن، از اینجا بریم. متشکرم. از خانم مؤمن میریم بلا فاصله پشت سرش ایشون. سپاسگزارم آقای قائدی، خیالتون راحت. همین بودن. اجازه بفرمایید. سپاسگزارم اجازه بفرمایید. میدونید که در این دور از اسلحه استفاده شده، بنابراین وضعیت اضطراری نمیرین. آقای قائدی سر صحبت بودن در دور قبل، درسته؟ 1 2 3 چالش. آقای لقمانیان دور 4 بازی. خانم طهماسبی بفرمایید. آقای مهری اگه ناراحتتون کردم، من واقعا ازتون معذرت میخوام، من چون دوست داشتم پشت دستتون بازی بکنم، میگم برای من سفید میشین، پارتیزان میشین، ولی وقتی این اشتباهات رو میکنین تو بازی که این همه راند گذشته و هنوز هیچکی نرفته بیرون، من نمیتونم اون وقت بیام پشت دستتون بازی کنم، بعد من گیجتر از گیج میشم اون موقع. من موافقم که یه کسی رو از بین این 2 نفری که صد هستیم بدیم بیرون، که بین آقای مهری یا خانم مؤمن، بین این 2 نفر شک داریم، یکی رو بدیم بیرون، استعلام میاد، مشخص میشه همه چی. میخوام. متشکرم. خانم طهماسبی ببینید، من نمیخوام نقش خانم مریم مؤمن رو شو کنم. آقا که ببینید داره هنوزم به من میخنده، من دیگه مهراب قاسم خانی داره هنوزم به بدیه. سادگی ما داره میخنده. من نمیخوام نقش خوابی دیگه چجوری بگم که مریم مؤمن رو نمیتونم نقشش رو شو کنم.
که بعد شما از فرصت استفاده میکنی زود به شلیک میکنی. بابا دارم اینو میگم دیگه، صد دفعه گفتم آقا اگه قرار رای گیری کنی ایشون باشه، من ایشون آقا اصلا یکی با تیر دوباره ایشونو بزنه، وای بزنین به خود نمیتونم قسم بخورم. تموم شد، بفهم. متشکرم آقای مهری، بفهم. بچه ها چهار دست دارم پا میشم، میگم خانم ستوده، خانم مومه، آقای روا، آقای لغمانی، آقا بیاین رأی بگین. هر کدوم اینا رو میگین خانم، اصلا رندوم میخوای هر کدوم رو میخوای از این چهار نفر هر کدوم؟ پشت دست منم اصلا بازی نکن، پشت دست آقای قاسم خانی بازی کن، اوکیه؟ با آقای قائدی رأی بگیره، هر کدوم از اینا رو میخوایم بدیم بیرون دیگه. الانم دور جدید شد. بله من با آقای چیز رفتم. چرا گفتم پنج تا؟ چون دو نفر رفتن، خب یکی ایشون بود اسلحه گرفت، ایشون مشتری بازیه، اسلحه نگرفت، از من گفت اسلحه داری؟ گفتم والا من نمیتونم اسلحه بدم، ولی گفتم میای با ما سفیدا بازی کنی، همه بازیت با سیاهاست، گفت نه من حق انتخاب دارم، حالا بذار فلا اینا، میخواست ببینه حالا کدوم سایت میره واسه برنده شدن و اینا، فعلا باش کاری نداشته باشی، الان نرفته، اگه کسی اسلحه داره میتونه ورش داره ببرتش گفتگو. الان خانم ستوده، خانم مؤمن، آقای روا و خانم و آقای لقمانی و هر کدومو میخوام بگی من نوکرتونم اصلا، ته صفای میسام. متشکرم، سپاسگزارم. خانم روزی چالش میخواد، بفرمایید. خانم طهماسبی عزیز، شهرام جان، من الان احساس میکنم شما دوتا سردرگمید، باید به این نتیجه برسیم. شما از حسین مهری غیر از این انتظار نداشته باش که پاشه تو رو تحت تاثیر قرار بده که بعدش هم بگی ببخشید حالا من میخواستم شما رو بزنم، ولی حالا خانم مؤمنم یکیشون رو بزنیم. اگر که کسی اسلحه داره حسین مهری رو بزنه. من واقعا اونقدی و بعدش هم پیمان رو نزنید، مهراب قاسم خانی، یکی از این دوتا رو بزنید، استعلام میاد، اگه نبود با لگد منو بزنید. من بزنید با لگد منو بزنید. عبدالله با خودت میبندم همینجا جلو بیننده، نبودم. ببینین سکوت انضباطی برای آقای حسین مهری، شما در دور بعدی بازی نه حق شلیک دارید، نه حق رأی دارید و نه حق صحبت. بیش از اینم مماشات نمی کنم، از این به بعدم هر اکت اضافه ببینم برنامه هم بفرم. ببینین چه کسایی توی این بازی نمیتونن شلیک کنن، یعنی اسلحه ندارن؟ دو تا مشتری، خلبان و دکتر. فرض رو بر این گفت هی میگیم که اینجا یه اسلحه رد و بدل شده، پس یکی از این چهار نفر ما رفته. شما میگی من نمیتونم شلیک کنم، شما شلیک کردی قبلا؟ نه. شما به کی شلیک کردی؟ شما میگی نمیتونم شلیک کنم، من اسلحه ندارم. من خودم مدعیم که اسلحه ندارم. الان یک نفر دیگه هم اینجا مدعی شد که اسلحه نداره، شما مدعی شدی که اسلحه نداری، پس یکی داره این وسط به ما دروغ میگه راجب اسلحه نداشتنش. و من میخوام برم گفتگوی خصوصی. بله با آقای روا. تایید میشه، بفرمایید. پلاک 0900 خانم طهماسبی، آقای عبدالله روا. عرض میکنم که آقای روا اگر کسلر یا خلبان باشن حق دارن در این گفتگو دروغ بگوین در مورد سایدشون، و در غیر این صورت باید آقای روا راستشو بگیم. هفته پیش رو بیا جبران، شما سایدتون سیاهی واسه چه خوشحالش سیاه. بشم بیا حرف بزن. چه میشه لیکن نکنی؟ من شلی کردم به کسی شلی کن کردم؟ من می نویسم شلی کن اصلایی که داری شلی کنی که بزن بکن. الان خوب بود، طولانی بود. ممنون از وقتی بودم. متشکرم. خانم طهماسبی، آقای روا، در مورد این گفتگو هیچ اطلاعاتی از اتاق 0900 درز نکنه. نوبت صحبت سرکار خانم ستوده، بفرمایید. بفرمایید.
یک دونه دیگه از الان احتمالاً تو تکلیفت یکم روشن شد، یک نفر دیگه از ما بره بیرون تموم میشه. اشتباه نکنید، الان یک اتفاق بدی هم افتاد که من یکم نگران شدم. اصلا رأیمون نباید بشکنه که ایشون حق رأی نداره. هر کس دیگری که داره توی سفید بازی میکنه از یک نفر که ایشون باشه شروع بکنیم بریم یکی یکی جلو، ایشون ایشون، اوکی، تعدادمون مشخص شه بیایم بالاتر. الان اوضاع خطرناکه، من الان احساس میکنم که اگر حسین حق رأی نداشته باشه میتونه رأی ها حتی مساوی بشه و این رأی ملغا بشه و سریع ردش بکنیم بریم واسه رأی بعدی. خب فقط رأی رو نشکنید، روی ایشون بمونید، بلافاصله پشت سرش روی ایشون، اشتباه نکنید، اوکی؟ رد کنین سریع بره. اونی که رد نمی کنه معلومه چی کار میخواد بکنه. سپاسگزارم. چالش از خانم ستوده گرفته بودن، بفرم. از اول آقای مهری روی من شمشیرتو از رو بستی. چرا یک نفر توی این جمع منو به گفتگوی خصوصی نبرد؟ چرا یک نفر منو نمیبره توی گفتگوی خصوصی که ببینه من کیم اصلا، چی کارم؟ تو این بازی دو نفرن که نمیتونن میتونن دروغ بگن، یکی خلبانه یکی کسلر. ایشون به زرس قاطع میگه من کسلرم. اگه پشت دستش بازی میکنی خب منو بدین بیرون. مثلا منتظر چی این؟ واسه چی شک میکنی؟ روز اول آقای بازدقی میشه برادرش، با هم میخوان شهر رو به آتیش بکشن، یه دفعه میاد این ور شهرش میشه مهراب قاسم خانی، بعد یهو محمد لقمانیان شلیک میکنه به مهراب قاسم خانی. حسین مری هیچی دربارش نمیگه. من نمیدونم نقشه ایشون چیه، ولی حد زدم که مسلح نیست، چون اگر بود قطعا منو میزد قلقم میکرد. من ریسک نکردم که بخوام با یه گلوله دیگه بزنم به اون کسی که نباید، و خیلی مفت این بازی رو بخوایم به گشتاپو ببازیم. نه متین جان، اشتباه میکنی. اتفاقا ایشون مسلحن، منتظر اینن که گشتاپو رو بدن بیرون، خودشون تک گشتاپو بمونن، خلبان بزنن، بازی رو ببرن. اصلا اشتباه نکن، از تویی که نجات بازی این بعیده، ندارد این بازی. از روز یک بازی این دو دوست نجات بازی شدن، نه گفتگوی با هم دیگه رفتن نه چیزی. من نمیدونم این آگاهی از کجا اومده، جن همراه پری اومده، اصلا من نمیفهمم. آقای بازقی و آقای مهری، آقا شما منو بردی گفتگو، به من میگی با من بازی میکنی، میگم من سفید بازیم نمیتونم باهات بازی کنم، بعد میای بیرون چالش میگیری، هول میشی توی چالشش به من شلیک میکنی، اصلا میذاشی گفتگو من بهت بگم یا نگم؟ ترمه، اصلا حوصله ندارم بازی کش پیدا کنه، میخوام شلیک کنم به آقای تایید میشه شلیک سرکار خانم مؤمن به آقای مهراب قاسم خانی. شلیکتون رو ببینیم. من که شلیک دومه دیگه، چشم بستن ندارم. بله و بعد از این اتفاق میدونید که آقای مهراب قاسم خانی دومین باره که هدف گلوله قرار میگیرن، بنابراین ایشون با تشویق شما بدون وصیت جمع ما رو ترک میکنن. آقای قاسم خانی، شهرام جان، اگر اسلحه داری الان وقتش بازی تموم کن. حسین مهر، ببینید بچه ها، خیلی بازی رو گیج کردیم، به کرات چندین دفعه بازی رو گیج کردین، من و شما خیلی گیج شدیم، به حق هم داریم. خانم ستوده، ما تا یه جایی پشت دست تو بازی میکنیم، حجمه وحشتناکی وارد میکنی روی حسین مهری، بعد پژمانو میزنی. این اینجا من توی تفکرات منو به هم میریزی. من مهراب قاسم خانی رو میبرم توی گفتگو راستی آزمایی میکنم، میبینم که سفیده. بعد آقای لقمانیان که با شما اومده تو گفتگو برمیداره بدون هرس و پرسشون رو میزنه، شما هم پشت دست اون، شما بردینش تو گفتگو دیگه.
ببین ما رو گیج کردین. من اگر که ببین درستش اینه که من باید وایسم تا نتیجه گفتگو بیاید، خب ولی به شدت کلافم و حتی اگر نه نوبت صحبت رو خواهش میکنم، به شدت کلافم و حتی اگر اشتباه میکنم و تبر هستم و فلان، چون واقعا از دستتون دیوانه شدم، روانی کردین ما رو، تو مخصوصا حسین تو ما رو روانی کردی، این بر تو کوبیدی اون بر از دست تو متین. باشه من به تو اعتماد میکنم، پشت دست تو بازی میکنم، پشت دست اینم بازی میکنم، لقمه رو با تیر میزنم و مریم مؤمن رو با رأی بدین بیرون. آقای شهرام قائدی به محمد لقمانیان شلیک کرد، اعلام وضعیت اضطراری دومین شلیک این دور بود. آقای لقمانیان وصیت برای دکتر پاسکال؟ وصیت برای همه. آقای قائدی اشتباه کردی، در عکت شب آقای مهری زمانی که کسلر بودن خیلی تابلو، یعنی حواسشون نبود و من صدای رأی اووردن دستشون به بالا شنیدم، حرف زدنشونو شنیدم، نفسهاشونو شنیدم و دارید اشتباه میکنید. یک کسلریه که داره همین جوری آدم میفرسته بیرون، خودش هم اسلحه داره میزنه. سلام آخر، متشکرم. براتون آرزو موفقیت میکنم دوستان عزیز و لطفا بنشینید. آقای لقمانیان دکتر پاسکال رو انتخاب کنید. متشکرم. ماسکتون رو بذارید. دکتر پاسکال بیا بالا. آقای لقمانیان در بازی بماند یا برود؟ متشکرم. اعلام وضعیت عادی. خداحافظی میکنیم با محمد لقمانیان با سپاس فراوان و احترام بسیار. تشویقشون بفرمایید. ممنون، متشکرم. نوبت صحبت آقای میثاق جمشیدی، بفرمید. دو شلی که این دور انجام شده. بله بفرمید. آقای قائدی توضیح دادم که چرا به ایشون شلیک نکردم. اونجوری که ایشون شمشیر رو از رو بسته بود برای من، وقتی نوبت به ایشون رسید قاعدتا باید به من شلیک میکرد. پس ایشون مسلح نیست. ولی با بازی که کرد به شدت شهر رو گیج کرد. توی این شهر من الان فقط یه پارتیزان دارم و به حرفش اقتدا می کنم، اونم مهسا طهماسبیه. پشت دست مهسا طهماسبی بازی کنی. ببین اصلا انقدر ایشون منو پرت کرد، من هر دست مجبور شدم بلند شم در مورد یه گفتگوی اول بازی و ستوده. همه چیز خودم توضیح بدم که اصلا نتونستم. سپاسگزارم. عرضم به حضورتون که حسین جان یه ذره مشخصه چرا همه الان ازت خورده میگیرن. تا زمانی که من نگفته بودم چه اتفاقی در اتاق افتاده، خب این استنباطو داشتی که من یکی از مشتری‌هایی‌ام که خریداری شدم و اعلام پنج نفر رو میکردی. به محض اینکه من این رو گفتم از من خواستی که با هم بریم در اتاق گفتگو و خب این زن رو به همه القا میکنی که میخواستی من رو جذب کنی. حالا میتونستی هم به عنوان پارتیزان من رو جذب کنی، ولی به هر حال با اتفاقاتی که افتاد به همه حق بده که فکر کنن یه گشتاپوی بودی که میخواستی مشتری رو بخری. من اجازه درخواست گفتگو دارم؟ بله. با آقای قائدی. دومین گفتگو این دور پلاک 0900. آقای میثاق جمشیدی برای آقای قائدی.
اگر آقای قائدی در این گفتگو خلبان یا کسلر باشن، حق دارن دروغ بگن سایدشون رو، در غیر این صورت باید راست بگن. میتونی منو مسلح کنی؟ منو مسلح پشت دستت بازی کنی، از بازیم لذت ببرم. اگرم نه که برگرم نمیشه. من اصلا همو شلی کردم، آیا اصلا این موجود هست بدم؟ من اعتبار میکنم. من باید بازی که انجام دادم و پیشو بگیرم، چه غلط چه درست. من لغمه زدم، لغمه مریم مومن سفید میکرد و اون الان باید با رأی مریم مومن بدیم بیرون. این منم میگم، من میگم باید با رأی مریم مومن بدیم بیرون، استلام اون دوتا در بیام ببینیم چی میشه. متشکرم. بفرمایید آقای جمشیدی. آقای قائدی لطفاً هیچ دیتایی از این اتاق به بیرون درز نکنه. آقای جمشیدی از اتاق گفتگو بیرون اومدن. نوبت صحبت آقای روا، نفر آخر صحبت هستن، بفرمایید. متشکرم. من تو این دور با خانم تماسبی صحبت کردم؟ شما بله. فعلی که تو حروم کردی، امیدوارم توی رأی اشتباه نکنی. خیلی عصبی انجامش دادی. ای کاش اینوری عصبی میشدی، درست عصبی میشدی. خواهش میکنم دوستان، ما هنوز از دست ندادیم نجاتو. دقت کنید، اسلحه‌های کمی تو بازی هست. از نظر من قویاً یه دونش دست حسین مهریه که نگه داشته برای وقتی تنها شد. متشکرم. سپاسگزارم. میدونید که در این دور شلیک اتفاق افتاده است. پس وضعیت اضطراری و راینهارت و رأی‌گیری نداریم. و اما استعلام ها. میدونید که 3 نفر از بازی بیرونن. نفر سوم آقای محمد لقمانیان هستن که استعلامشون اعلام نمی کنیم. استعلام ایشون با نفر چهارم میاد. پس استعلام 2 نفر اول رو میگیم. اما توضیح بدم خدمتون که تا این لحظه 8 گفتگوی خصوصی انجام شده. 7 اسلحه استفاده شده. 6 تا شلیک شده. 1 ضبط شده. بنابراین هیچ اسلحه‌ای در بازی وجود ندارد و دیگه تا پایان بازی هیچ امکان شلیکی نیست، هیچ امکان مسلح کردنی نیست، چون اسلحه در دست گرداننده نیست. 2 نفر اولی که از بازی بیرون هستند، یعنی آقای پژمان واثقی و آقای مهراب قاسم‌خانی که جاشون خیلی خالیه، هر 2 از گروه نجات هستند. و عرض میکنم خدمتتون که سر صحبت آقای لقمانیان بودن. 1، 2، 3 سر صحبت خانم ستوده. لطفاً به این جمله‌های من توجه کنید. بازی کماکان ادامه دارد و تنها امکانی که میتواند بازی را به سرانجام برساند فقط و فقط و فقط رأی‌گیری است. بفرمایید. آقای مهری، همه این اتفاقا به خاطر شما افتاده. چالش هم آف میکنیم که سریع تر بشه. خیلی عصبیم و حالم بده. گفتم الان برای من سفیدی، کسی دیگه نبردش توی گفتگو و من واقعا فقط الان میتونم منتظره، چون من نمیتونم به حسین مهری اعتماد کنم. حسین مهری خیلی منو گیج کرد. سلام آخر. من منتظر نتیجه گفتگوی خصوصی خانم طهماسبی و آقای روا میمونم. متشکرم خانم مومن. آقای مهری، شما که جن همراه داری بهتون وحی میشه، نها کن چه وضعی انداختی. من تبر بازی رو ببین کجا کشون. میگه من 1 نفر شاد کنم و 1 نفرم شاد بشه. من تبر بازی. چجوری روز 1 انقدر آگاهی شما داشتین که 3 نفر با هم دیگه یار شدین؟
پشت دست ما هم دوتا گشتاپو میاد با دیگه ما اصلا ندارد آقا. هرچی هستش که من رأی میدم آقای مهری بره بیرون. همه رأی بدن آقای مهری بره بیرون. تکلیف بازی روشن میشه. عبدالله تکلیف تو که مشخص شد دیگه در رابطه با اون ادله محکم اسلحه که آوردی که قصد اینو که ای کاش تو حرام نمی کردی و اونم اسلحه دارد و گذاشته بزند و اینا، تکلیف تو که مشخص شد برادر. حسین خانم مؤمن گشتاپوست، من باید پی بازیم رو بگیرم چه غلط چه درست. من محمد لقمانیان را زدم، هم پیمان با خانم مؤمن بوده. کسایی که میگن با رأی خانم مؤمن رو بدن بدیم بیرون، لایک بدن لطفا. خب معلوم من تکلیف عبدالله که مشخصه، یه لایک نصف نیمه اینجوری داد. خب پس من میثاق و حسین و شما و خانم سوتو میگیم که مریم مؤمن رو بدیم بیرون. اصلا بحث نکنین، الان مریم مؤمن رو بدیم بیرون. سپاسگزارم. نکست بدین، مریم مؤمن رو بدیم بیرون. بفرمایید. نکست. بفرمایید. چالش نداره این دور خانم، بفرم. نکست. نکست. بله بله. نکست. نکست. با توجه به اینکه شلیک نداشتیم به وضعیت اضطراری میریم. این توضیح رو بدم که چون در دور قبل شلیک داشتیم و به رأی گیری نرفتیم، آقای مهری و خانم تماسبی در واقع حق رأی نداشتن، الان در دور تازه این حق رو دارن. بفرمایید. راینهارت بازی بیاد بالا. راینهارت اگر بتونه نقش یک نفر رو دقیق شناسایی کنه، اونو بدون شلیک میتونه از بازی خارج کنه. آیا میخواد از این قابلیتش استفاده کنه یا خیر؟ از سر صحبت رأی گیری رو میخوایم آغاز کنیم. سرکار خانم متین ستوده، سرکار خانم مریم مؤمن، جناب آقای شهرام قائدی، جناب آقای میثاق جمشیدی، جناب آقای عبدالله روا، جناب آقای حسین مهری، سرکار خانم مهسا طهماسبی. اعلام وضعیت عادی. اعضای کافه تصمیم گرفتن با یک نفر خداحافظی کنن. و او کسی نیست جز سرکار خانم مریم مؤمن. خانم مؤمن شما وصیت دارید، میتونید وصیت کنید و جمع ما رو ترک کنید. نوش جون گشتاپو، برید حالش رو ببرید. متشکرم. تشویق کنید خانم مؤمن رو با تحجیب که دو کشته جدید داره بازی، باید استعلام اعلام بشه. میدونید که تفنگا و گفتگوها و این ماجراها که همون استعلام قبلیه، بنابراین دو نفری که از بازی خارج شدن نقششون رو عرض میکنم خدمتتون، در واقع سایدشون رو عرض میکنم. یک گشتاپو و یک مشتری که با گشتاپوها بازی میکرده. با توجه به اینکه سر صحبت در دور قبل خانم ستوده بودن، دور ششم بازی 1-2-3 آقای عبدالله رواد. بفرمایید. برای من یه ذره گیج کننده شده، ولی شهرام جان من تکلیفم روشن شد. چجوری تکلیفم روشن شد؟ لایک دیسلایک لطفاً. چجوری تکلیفم روشن شد که من برگشتم گفتم، من گفتم شلیک کنید، همین الانش هم من مطمئن نیستم حسین مهری گشتاپو نباشه. برای چی؟ تو سفیدی، مطمئنم به اون مطمئن نیستم. اصلا من سیاه، منو بدید بیرون.
سپاسگزارم آقای مهری. دیده خانم مومن و ایشون گشتاپوی بازی بودن. الان پا میشن آقای ربا به شما میگن که آقای قائدی شما اشتباه کردید تو سری پیش که شلیک کردین. اشتباهتون دیدین چه نتیجه ای داشت؟ یه گشتاپو داشت با یه دونه مشتری که خریداری شده بودش. خب هنوزم شک دارن که من باشم. الان هممون رأی بگیریم واسه آقای ربا. بعدش هم خانم سوتی. متشکرم سرکار خانم تماسبی. من باز هم عذرخواهی میکنم آقای مهری ازتون. خیلی معذرت میخوام که زودتر از این پشت دستتون بازی نکردم. توی اتاق خصوصی ما قاعدتا مشخص شد که آقای روا سیاه بازی هستن. من از ایشون سایدشون رو پرسیدم. ایشون گفتن شما دوست دارین که ساید من چی باشه. گفتم قاعدتا دلم میخواد سفید باشی و گفت متاسفانه نه و من پرسیدم سیاهین و تایید شد. این که مشخصه که آقای روا سیاهه. ولی الان ما یک به غیر از آقای ربا یک گشتاپوی دیگه هم داریم و متاسفانه خانم ستوده شما گشتاپوی آخر من هستین. من میگم با توجه به اینکه تیر نداریم و قرار اجماع بکنیم اول رو آقای ربا اجماع بکنیم بعد رو خانم ستوده. سپاسگزارم. خانم تماسبی مطمئنی که ایشون اسلحه‌اش رو نگه نداشته واسه اینکه خلبانو بزنه؟ گفت تیری دیگه تو بازی وجود نداره. بعد خانم تماسبی من منتظر اینم که شما بلنش از گفتگوی خصوصی طرف بزنی. اسم من که میاد صدای این لباست آستینت که میگیره به دستت دستت واسه من میبری بالا. من کامل اینو شنیدم و واقعا اصلا هنگم اوکی به اجماع اگه رسیدید که بدید بیرون دیگه کاری که صلاح رو انجام بدیم. آقای قائدی میتونم جان نکست بدیم برای روا حل صحبت بکن. نکست آقای روا سر صحبت بودید شما. شلیکی چیزی اتفاق نیفتاد. اعلام وضعیت اضطراری بفرمایید. راینهارت بازی بیاد بالا. راینهارت آیا میخواد از قابلیتش استفاده کنه یا خیر؟ رأی‌گیری میکنم برای سر صحبت آقای عبدالله روا. آقای حسین مهری، مهسا طهماسبی، متین ستوده، شهرام قائدی و میثاق جمشیدی. اعلام وضعیت عادی. اعضای کافه تصمیم گرفتن یک نفر با رأی از بازی خارج میشه و او کسی نیست جز عبدالله روا. آقای روا شما میتونید وصیت کنید و جمع ما رو ترک کنید. به طبیعت احترام بذارید، به پدر و مادر خود نیکی کنید و در کارهای خانه بهشون کمک کنید. سپاسگزارم. و عرض کنم خدمتتون که بازی هنوز ادامه دارد چون یک نفر دیگه هم از بازی خارج شد با تشخیص راینهارت. خداحافظی میکنیم با حسین مهری که بدون وصیت جمع ما رو ترک کرد. سر صحبت آقای روا بودن. 1، 2، و 3 میشن آقای قائدی. بازی ادامه داره. هر دو سایت هنوز شانس پیروزی دارن. بنابراین خواهش میکنم نظم رو رعایت کنی. از اونجایی که دیگه بازی از ابتدا به هم خورد و یه جایی باید من و شما مخصوصا اعتماد میکردیم به اعتمادمون هم نتیجه داد. شلیکمون، حتی رأی گیریمون، استعلامی که اومد همه تا اینجا اوکی بوده. من با ایشون رفتم تو گفتگو، برای من سفیده، شما هم که سفیدی. پس اینجا فقط میمونه یک نفر دیگه. به نظر من اکس بدیم که خانم
که ستوده برم بیرون. اوکی؟ بفرم. به جای کسلر، راینهارت تو بازی دیگه تونسته کارش انجام بده، یا قبل از این که با رای بره بیرون کارش انجام بده؟ کدومشه؟ راینهارت. یعنی ممکن نیست که قبل از این که با رای بره بیرون حسین رو انداخته باشه بیرون؟ خوب متشکرم خانم طهماسبی. من فکر میکنم که منظور آقای جمشیدی این بودش که آقای روا راینهارت بازی بودن و نمیدونم دارم گیج میزنم یا دارم درست میگم، تو همین ترنی که رای گیری کردیم برای آقای روا، آقای روا راینهارت بازی بودن و حسین مهری رو درست حد زدن. ایشون اینو دارم میگن و من اینو نمیگم. و الان یه شکی انداختن که شاید شما گشتاپوی بازی باشی و این شک میتونه خیلی اوضاع رو خیت بکنه و حتی خود شما هم میتونی. ولی من همچنان به آقای مهری اعتماد میکنم و رأیم متاسفانه خانم ستوده است. سپاسگزارم. انتهای صحبت خانم ستوده. یه نفر توی این جمع بد جوری داره ما رو بازی میده، من نمیدونم اون کیه. من به ایشون هم دیگه خیلی شک دارم. با اون دستی که واسه من میاره بالا، صدای آستینی که میبینم کشیده شد به زیر بغل، اونو که میدونم نیست. نه اونو میدونم نیست. من نمیدونم. میخواین اگه ببازین، اگر میخواین ببازین به من رأی بدین من برم بیرون. سپاسگزارم. 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 انتهای صحبت خانم ستوده بودن. اعلام وضعیت اضطراری. میدونید که راینهارت عمل کردش رو انجام داده، بنابراین نیازی نیست که بیدارش کنیم. رأی گیری میکنم برای سر صحبت آقای شهرام قائدی آرا رو میشمرم. آقای میثاق جمشیدی، خانم مهسا طهماسبی، خانم متین ستوده، متشکرم. اعلام وضعیت عادی. اعلام میکنم که خانم متین ستوده جمع ما رو ترک میکنن. ایشون علل اصول باید وصیت کنن، اما چون آخرین گشتاپوی بازی هستن، تبریک میگم به گروه نجات. حسین کسی که حفظ رو بشکر. آره از همه بعد تو رو زدن، چون میدونستم میتونم با الان بریزن رو من تو رو زدن. وانی های کهر میانداخت تو تامونه ما. باشه هرام میگم من یک دستم. امین چرا پشت دست ما بازی نکردی؟ چی؟ چرا پشت دست ما بازی نکردی؟ حسین با قدرت کامل که یه سوال، یه مافیا پاشه چهار تا گروه نجات میگه، اصلا چهار تا گروه نجات بگه. من که اومدم، من که مرا زدم مریم مؤمن رو دادیم بیرون. ولی حقشون بود، من ور نمیداشتن هیچ کدوم. تو چه؟ ولی تو میخواستم به کیاس برسم. بی خودی اینجوری میکرد. بعضی آدم ها انقدر مهمن که انتخاب هدیه براشون خیلی کار سختیه. اما ایرانسل یه پیشنهاد خاص و ویژه برای این انتخاب داره. سیمکارت‌های 0900 ایرانسل میتونه همون انتخاب ویژه باشه. سیمکارت‌هایی که علاوه بر شماره خوش آهنگ و به یاد ماندنیشون، اولا دائمی‌ان، در ثانی کلی خدمات ویژه دارن. از جمله بسته های مکالمه‌ای 900 دقیقه‌ای ماهانه رایگان و یه بسته 900 تایی رایگان پیامکی ماهانه و تا 280 گیگابایت اینترنت. برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر کافیه مراجعه کنید به آدرس 900.ir و یا اینکه کد دستوری ستاره 900 مربع رو شماره گیری کنید.
آقا پیشبینی تو از دست سپرد. اصلا دوم خیلی دست میخوری. کسلر پور بودم. یاران منو نبردن گفته بود. گفتم که نمیستم که قلبه هستم. خبوس هم بود. پیدا کردن یاران بود. یه یاران خواهد. آی بازه خوش آمانی. بوری باش. بارمونه کنم. یه نقشی بیره همی گوشیده هم نونه واسه نونه خواهی با اون خونه همون بده. این همه خونه یه رقه. بابا آقای بازه. آره. آی بازه این نیومده؟ خداحافظ. خوبه. آقای بازرگان چیزی مادری میگم دست چه نقشی داشته باشی بیا پژمان پلیر خوب من نه بابا من که پلیر خوب نیستم ولی کلا سفید دستیسه‌ای در کاره که من هر دست همه چیزی میخوام میشم یا من خیلی آدم خوش شانسی ام ولی اگر این هفته خلبان باشم لذت کافی رو از این سه دست بردم از همه جذاب‌تر خلبان بودن خلبان خیلی جذاب اگر خلبان شدید رو چطور میبینید؟ تو تمرین ها با پژمان بازی کردم با شهرام بازی کردم با مرکا بازی کردم با عبدالدوارو بازی کردم با مشتاق هم بازی با مریم مومن هم بازی کردم آره همشون گرگن ولی همشون خوب بازی میکنن من پیش می کنم که دست قبلی گویا مهراب قاسم فانی دوبار گشتاپو بوده امیدوارم الان گشتاپو نشه امیدوارم گشتاپو آدمای خبری باشن که بتونیم ببریمشون امیدوارم من گشتاپو نشم چون همچین میترسم کرتیس خیلی خوبه کرتیس بشم شهرام قائدی عبدالله رحمت بیریم ببینم آقای بازرگی بازی میساق و مریم و عبدالله رو عبدالله رغمه خانو مامه هر کی دمه دستم بود بود گزینه های من هم هم خانوم مامه آقای بازرگی اگه من نبودم اینجا چی میگفتم؟ چی؟ اگه اینجا الان نبود ببین بارم چون من قبلی آقای خالدی نبود باز گفتمشو بیار پلی کن براش ببین خانمم من من که هستم هفته بیشنم روز مامم بودم دوست دارم با هم دیگه باشیم تو چرا همه توی مشتری میشم تو میشی؟ اشتاپو متین ستوده محمد لقمانیان این دوتا یکی دیگه شو نمیدونم ولی شک ندارم خودش اومد خودش اومد نه نه روابش نمی کنه پس چیه؟ وجود منبوس مهراب حاسم کنه هر ستاش خدا رو شوش خودش بازی میکنه یک بازی میکنه اگه من باشم بگم آقا لقمانیان که رو من گفته مدقی اون تو سیاه بازیه هر کی اینجا رشه بید نکرده یارشه تمام برسه به من پاشم رنگبار رو من یعنی اگه خوبفنده ها بگیرم با مسلسل همک رو نمیزن ما داریم از این بازی دو تا بازی که انجام شده ایده ای رو مشورت میکنیم برای فینال دعوت میشه بگین بچه اساس نمره دهی میکنید به هم انجام داشت متشکرم یه نفر رفته تو اتاق گفته بود درسته فورس تارگت کرده یکی دیگر رو گفته ایشون تو اتاق به من گفته من سیاه بازیم درسته نفر بعدی مأمور نجات تفنگ پر شال به پاشو بزن میگی منم میگم با رای بدیمش بیرون چرا با رای بدیم اونی که گفته از سیاه هم که کسلر نیست کیم نداره خب بزنید دکترم سیو نکنه اگه تونست دکتر رو تشخیص بده مفته چنگش اگه نتونست میره بیرون ساید اون در بیاد دیگه رسیدیم به فینال فینال رو پیش بینی کنید گشتاپو برنده است یا گروه نجات برای شرکت در پیش بینی کد دستوری 3900 مربع رو شماره گیری کنید یا به آدرس 900.ir مراجعه کنید به سه نفر از کسایی که پیش بینی درست بکنن به قید قرعه جوایز نفیس و ویژه تعلق خواهد گرفت 0900 خط نسل متمایز طرف دار دیوونت که میتونی روش حساب کنی منم
من همونیم که تو شادیات که نه رفیق تو غمم، من تو رو نمیشکنم. خوشم میاد میدونی جونم و باد میدادم، بین تو و غرورم تو رو نجات میدادم. آهای تو که مثل من چشمای ابری داری، راز من و تو قلبت یکم نگه میداری. فدا شدن به خاطر تو که خود قلب منی، تو که به خاطر من از تموم دنیا میکنی. فدا شدن نیست که دیگه چشم بندی روی من، خوبی هنوز تو حافظم. برای حال خوب تو هر کاری برمیاد ازم، کاری برمیاد ازم به خاطرت. میکشی آخرم منو تو با دلت. خوشم میاد میدونی جونم و باد میدادم، بین تو و غرورم تو رو نجات میدادم. آهای تو که مثل